آقایان از پیج گلوبال کادرو، احتمالا شما بعدا نسخه ضبط شده این لایو رو میبینید. این لایو امروز روز نهم ماه مارچ 2023 و 18 اسفند ماه ضبط شده و بعدا شما نسخه ضبط شده رو احتمالا میبینید. امروز در لایوی که برگزار کردیم اتفاق دوستانی که ماها و هفته ها و روزها پیش منتظر دریافت اطلاعاتی در مورد مسائل بانکی و ترانسفرهای بانکی در ترکیه هستند، به سوالاتشون به صورت تصویری پاسخ خواهیم داد. اگر منتظر بودید عذرخواهی میکنیم از اینکه شما رو در انتظار گذاشتیم. ماهای گذشته ما لایو های مکرری رو خدمت شما داشتیم، معمولا برگزار میکردیم و به صورت تصویری به سوالاتتون پاسخ میگفتیم. خیلی درخواست زیاد بود از اینکه مجددا این لایو ها برگرده به حالت قبلی خودش به خاطر مسائل داخلی اینترنت در ایران و همینطور مباحثی که داشتیم. مدتی این لایو ها رو به صورت معلق در آورده بودیم و از این بعد تصمیم داریم که حتما با شما باشیم هفته ها و بتونیم اطلاعات لازم رو در این موارد به شما برسانیم. تشکر میکنم از حضور دوستانی که صبر کردن، منتظر بودن و وارد بحث اصلیمون میشیم و به سوالاتتون به صورت تصویری پاسخ خواهیم داد. نمیدونم اگر صدا رو دوستان دارن یه فیدبکی به ما بدهند، اگر هم درست شد که خیلی هم عالی، احتمال از گیرنده های خود دوستانی بود که داشتن میگفتم، چون من چک کردم قبلش و صدا خوب بود. موضوعی که امروز انتخاب کردیم برای این لایو پر از نشاط و پر از در واقع تنوعی که خواهیم داشت، سعی خواهیم کرد که پر از انرژی باشه مثل همیشه و شما هم با انرژی اومدید مشخصه، به صداهای شما، به پرسش‌های شما به صورت تصویری در مورد مسائل بانکی پاسخ خواهم داد. لذا میتونید درخواستاتون رو بفرستید، درخواستاتون پایین خواهد بود، مثل قبل به نوبت بهشون پاسخ داده خواهد شد. اما در مورد موضوع بحث اگر بخوایم وارد بشیم، به صورت اختصاصی این موضوع در مورد مسائل بانکی هست و اینکه افرادی که شهروندی ترکیه رو گرفتن به چه شکلی در واقع به صورت سیف از سیستم بانکداری ترکیه استفاده بکنن، چجوری موارد بانکیشون رو هندل بکنن که مشکلی برای حساب‌هاشون پیش نیاد و همینطور آشنا بشن با موارد قانونی که در ترکیه وجود داره. چون که این مسائل در ایران یه مقداری، البته در سالهایی که در واقع گذشت، یه خورده سفت و سخت و سختگیری ها در ایران هم مثل کشورهای خارجی شده، اما از سالها پیش در کشورهای دیگر به جز ایران این موارد رو ما داشتیم. یعنی بانک و مسائل بانکی یکی از مواردی بود که خیلی بهش توجه میشد و هر کسی که در واقع در یک کشور زندگی میکنه این موارد رو باید باش آشنا بشه و بتونه طبق قواعد و قوانین اون کشور مسائل بانکیش رو هندل بکنه. از این جهت هستش که دانستن این موارد در استفاده از حساب بانکیتون در خارج از کشور برای شما بسیار مفید خواهد بود. من یه مقداری راجع به بحث افتتاح حساب صحبت میکنم. خیلی از شماها سوال دارید، گاهی حالا شهروندی ترکیه رو گرفتید، گاهی با اقامت در ترکیه هستید. معمولا این سوال برای شما پیش میاد که چطور بعضی از بانک ها برای ما حساب باز میکنن، بعضیاشون باز نمیکنن. به مورد قانونی که در این مورد وجود داره میخوام اشاره کنم. در همه کشورها این صادق هستش و خاص ترکیه نیست، اما خب به هر حال هر کشوری بر مبنای قواعد و قوانینی که بانک مرکزی اون کشور به بانک ها الزام میکنه، بانک ها بر اون اساس اقدام میکنن به افتتاح حساب برای خارجیان. به عنوان مثال در ترکیه ما دستور عملی که در واقع قانونی که بانک مرکزی ابلاغ کرده به بانک های تجاری این هستش که فرد خارجی، خب فرد شهروند که به هر حال میتونه حساب باز بکنه بر مبنای چارچوب هایی که هست، بانک میتونه در مقاطعی نسبت به همکاری باهاش خاتمه بده. در اون قراردادی که با بانک امضا میکنید و خیلی از شماها اون رو نمیخونید، امضا میکنید که به صورت یک طرفه بانک میتونه همکاریش رو با من قطع بکنه اگر تشخیص بده که برخلاف منافع اون بانک حرکت میکنم یا برخلاف قوانین اون بانک حرکت میکنم، میتونه حساب منو ببنده، به همکاری با من خاتمه بده. و ولی متاسفانه بعدن که مواجه میشن با بستن حسابشون یا خاتمه همکاری، میگن که خب چرا این بانک خاتمه همکاری با من داد. مثلا به عنوان مثال بانک گارانتی برای افرادی که شهروندی ترکیه رو دریافت کردن، ای بسا در ابتدا حساب باز میکنه ولی بعد از چند ترانسفر وقتی که دلار انجام میشه، حتی دلار از حساب گارانتی به گارانتی بعدم به همکاری خاتمه میده و این سوال برای شما پیش میاد که خب مگر من شهروند ترکیه نیستم، چطور بانک گارانتی دیگه به من سرویس نمیده؟ این به این دلیل هستش که شما در اون سوزدشمهی که در اول فعالیتتون با بانک امضا کردید و
قبول کردید که بانک اگر تشخیص بده که برخلاف منافع بانک، برخلاف موارد قانونی، من اگر حرکت بکنم از سام استفاده کنم، میتونه حسابمو ببنده. از این جهت هستش که از شما درخواست میکنن که یک جانبه برید و قراردادشون رو با شما فسخ کنن. بنابراین بانک مرکزی هر کشور دست، یعنی در واقع اگر ترکیه رو بخوایم صحبت بکنیم، در ایران مثلا به مناسبت برای اتباع خارجی اصلا حساب باز نمیشه مگر اینکه اقامت داشته باشن، و مخیر کرده بانک های تجاری رو که بانک مرکزی ترکیه که می توانید برای اتباع خارجی که به صورت قانونی در ترکیه حضور دارند حساب باز کنید. این می توانید به عنوان مثال در بانک زراعت به این صورت تفسیر میشه که خب بانک مرکزی به من نگفته، الزام نکرد که حتما باز کن، گفته می توانید حساب باز کنید، بنابراین من میتونم حساب باز بکنم یا باز نکنم و من باز میکنم. یا واکف بانک میاد میگه که خب من باز میکنم یا اقامت میخوام، ایش بانک میگه که خب با وجود اقامت و ثبت آدرس من باز میکنم، چون بانک مرکزی منو مخیر کرده که باز کنم یا باز نکنم یا مدارک اضافه تر درخواست بکنم برای افراد خارجی که مقیم هستن در اون کشور. خب بعضی ها هم مثل بانک زراعت که با پاسپورت باز میکنن، اون هم از اون اختیاری که بانک مرکزی بهش داده استفاده میکنه و حساب باز میکنه بدون اقامت حتی، چرا که بانک مرکزی گفته که میتواند باز کنه و تشخیص میده که به هر حال سرمایه‌ای رو جذب میکنه از افراد خارجی و به صورتی قانونی اگر شما وارد ترکیه شده باشید براتون حساب باز میکنه، که اساسا به صورت قانونی وارد شدن رو هم بانک زراعت مورد توجه قرار نمیده. افرادی که پاسپورت داشته باشن، حتی اگر قاچاقی داخل ترکیه باشن، هم براشون حساب باز میشه، البته به شرطی که از قبل شماره مالیاتی رو یه بار وارد شده باشن گرفته باشن، چون اگر مبادی ورودی وارد نشده باشن شماره مالیاتی نمیتونن بگیرن، بنابراین به این دلیل هستش که بانک زراعت براشون حساب باز نمیکنه. پس تا اینجا ما متوجه شدیم که خب بانک مرکزی مخیر کرده بانک های تجاری رو که برای اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شدن براشون حساب باز کنه، یکی از این اختیارش استفاده میکنه باز میکنه، یکی میگه که خب منو مخیر کرده میتونم هم باز نکنم. در این جهت هستش که بعضی از بانک ها برای افراد مقیم حساب باز نمیکنن، یعنی صورت قانونی کاملا مشخصی و به حقی داره از دید خود اونها که نمیشه بهشون اعتراض کرد. اما در مورد افرادی که شهروند هستن هم به این صورت بانک‌های خصوصی مخیر هستن که با یک کسی کار بکنن با یک کسی کار نکنن. اگه تشخیص بدن شما مشتری خوبی حتی نیستید، با فرض اینکه ترک باشید و ترک اوریجینال هم باشید، میتونه حساب براتون باز نکنه. این در اختیار بانک خصوصی هستش که میتونه این کار انجام بده یا نکنه. اما بانک‌های دولتی موظف هستن برای شهروندها حساب باز کنن. این در مورد موضوع افتتاح حساب هستش که خب به هر حال شما حسابتون رو باز می‌کنید. عمدتاً ایرانی‌ها چون از قبل از اینکه شهروندی رو بگیرن تو بانک زراعت حساب براشون باز میشه و باز میکنن، از اون استفاده میکنن، بعد از شهروندی همون حسابشون رو معمولا حفظ میکنن، بعضی ها اسمشون رو عوض میکنن، میتونن برن آپدیت بکنن حساب بانکیشون رو با اسم جدیدشون، میتونن حتی با اسم جدیدشون یه حساب دیگه‌ای در یه شعبه دیگه‌ای باز کنن. معمولا اینتگره نمیشه این حساب ها، یعنی سیستم دیتکت نمیکنه چون به اداره نفوس وصل نیست و اسم مطابقت نمیده. حالا شاید در آینده مطابقت بدهد ولی در حال حاضر مطابقت نمیده، یعنی فردی که حالا اسمش رو عوض کرده با شهروندی ترکیهش میتونه توی شعبه دیگه‌ای بره با یه اسم ترکش هم حساب باز کنه. دو تا حساب بانک زراعت تو دو تا شعبه مختلف برای دو تا نشنالیتی که داره حساب داشته باشه. ایش بانک هم به این صورت هستش، شما اگر حساب داشته باشید بعدن شهروندی گرفته باشید میتونید برید یه حساب دیگه هم باز کنید، یا برید حسابتون رو آپدیت بکنید، اطلاعاتتون رو، هر دوتا رو مخیر هستید انجام بدید. بعضی از بانک ها هم هستن که به هر حال با وجود شهروندی ترکیه حتی حساب باز نمی کنن، از جمله بانک هایی که سرمایه گذاران یا شرکای آمریکایی دارن مثل HSBC یا نمیدونم گارانتی بانک یا بانک های دیگه که بانک های خارجی هستن، ها هستن اساسا حساب باز نمی کنن. ولی بعضی هاشون هم بسته به موقعیت شما براتون حساب باز میکنن. آکبانک یکی از اون بانک ها هستش که برای برخی از افرادی که شهروندی ترکیه رو گرفتن باز میکنه، برای بعضیشون بعضی شعبه ها مخصوصا باز نمیکنن. گارانتی برای بعضی ها ابتدا باز میکنه ولی بعدن اگر ترانسفر مشکوکی داشته باشید حسابتون رو میبنده یا محدودیت ایجاد میکنه. ایش بانک کماف سابق برای شهروندای ایرانی چطور باز میکنه، برای اتباعی که ترک هم هستن باز میکنه. هالک بانک رو معمولا ما توصیه میکنیم طرفش نرید، خیلی کم حساب باز میکنه برای کسایی که شهروندی ترکیه رو گرفتن، حتی به دلایلی که حالا به بحث‌های مربوط به رضا زراب و دادگاهی شدن و ضرر و صدمه‌هایی که دیده، سرپرستی اون بانک اعلام کرده که خب برای اتباع ایرانی که حالا اوریجین ایرانی دارن اصلا حساب باز نکنه، چون برمی‌دارن یه تراکنشی میزنن، دلار میزنن،
از این بانک به اون بانک و مورد تحریم ها قرار میگیره، بانک ضرر میکنه، بانک جریمه میشه. از این جهت ها هستش که هالک بانک خیلی مدارا نمیکنه با کسایی که اصالت ایرانی دارن. به غیر از این موارد، بسته به مورد، اگر بانک دولتی باشه، بانک های کوچیکه، حالا مثل فینانس بانک باشه مثلا، باز میکنه. فینانس بانک مشکلی نداره برای کسایی که شهروندی ترکیه رو گرفتن. بانک خیلی خوبی هم هست، توی اروپا و آمریکا هم پذیرفته هست، میتونید در واقع مراجعه بکنید. و وقتی میگم فینانس بانک، یعنی فینانس بانک، نه کیو ام بی فینانس بانک. کیو ام بی فینانس بانک معمولا باز نمیکنه، گرچه ماها مثلا قبلا ها حتی با شهروندی ایرانمون هم از کیو ام بی فینانس بانک حساب باز کردیم و الان هم استفاده میکنیم، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. ولی برای کسایی که جدیداً اتباع ترکیه شدن و در واقع شهروندی دریافت کردن، من شنیدم که حتی کیو ام بی فینانس بانک هم براشون حساب باز نمیکنه. اما فینانس بانک یا فینانس ترکیه فینانس باز میکنه و بانک خیلی خوبی هم هست، میتونید از اون استفاده بکنید. کرید کارت هم تعلق میگیره که من در ادامه راجع به کرید کارت هم براتون صحبت هایی رو خواهم کرد و دوستانی که دارن درخواستشون رو میدن قبول خواهم کرد که هم بتونیم به صورت متعامل با شما صحبت بکنیم، هم پاسخ به سوالات شما، یعنی از اون مواردی که من فراموش میکنم به شما خاطر من خواهید آورد که راجع به اونها صحبت بکنم. بحث کرید کارت رو میذارم برای ادامه موضوع و قبول میکنم درخواست ها رو، در فواصل درخواست های شما راجع به کرید کارت هم حتما صحبت بکنم. این که به چه شکلی بتونید در واقع هم لیمیتتون رو افزایش بدید یا اگر لیمیتی رو خواهید بگیرید در ابتدا چه مدارکی رو ارائه کنید که بتونید لیمیت خوبی رو بگیرید، در این موارد هم بهتون توضیحات خواهم داد. آقای یکی از دوستان، معلوم فکر کنم وصل شدم. درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما، شب خوب دکتر، حالتون خوبه؟ خوش گذشت امریکا. جای شما خالی. امریکا یه جای خیلی خیلی معمولیه مثل همه جاها. و دوستان، حالا اینم بد نیست صحبت بکنیم گرچه ارتباط به موضوع ما نداره، ولی ما قبل از اینکه حالا مراجعه یا مسافرتی داشته باشیم تصور میکنیم که مثلا میخوایم بریم یه جای خیلی، ولی واقعا شما وارد فرودگاهاش هم که میشید به اندازه فرودگاه استانبول قشنگ نیست، شهرهاشون به اندازه ترکیه قشنگ و تمیز نیست، ولی خب به هر حال ابرقدرت، قدرت اقتصادی، یه سری چارچوب‌ها و قوانینی داره که میطلبه که بعضی ها به هر حال به اهداف مهاجرتی بهش فکر بکنن. در خدمت شما هستیم. بسیار عالی، بسیار خدمت از ما دکتر جان، قربونتون برم. دکتر جان، قرض از مزاحمت، من شرکتی ثبت کردم، حالا اسمش بماند که چه اسمی براش انتخاب کردم نمیدونم، بعدها برام مسئله خواهد شد یا نه اونو نمیگم، ولی این که اسم اصلا موردی نداره، چه مسئله میتونه داشته باشه؟ اسم یه جوری سیاسی انتخابش کردم، میگم بعد از لحاظ این که اینجا شهروند ایرانی هستم، بعد خروج ایران برام مسئله ایجاد نشه. حالا اسمش رو بماند، ولی این که عرضم خدمت جناب عالی که من حساب بانکی زراعت دارم، بعد محاسبه جیم بهت میگه که برو دستگاه بوز بگیر، دستگاه بوز کارت میکشن. من تعمیرگا زدم. تعمیرگا فعالیت شرکتتون چی هستش؟ فعلا مکانیکی، تعمیرگاه ماشین خودرو. بله، در آنتالیا. بعد این دستگاه پوز رو میتونم برم درخواست بکنم با این ثبت شرکتی که کردم از بانک زراعت به میدم به راحتیشون ایران؟ ما میدونیم که خیلی سخت میگرفتن اون موقع، خودم مغازه رو گرفت بودم بهم سخت. نه، ایران رو شما فراموش کنید، اینجا بانک ها استقبال میکنن شما دستگاه پوز داشته باشید. چرا؟ چون که اون مقادیر نقدی که از مشتری ها دستی دریافت میکنید رو از کانال بانکی میفرستید، شفاف سازی مالیاتی انجام میشه، از یه طرفی هم به هر حال بانک تراکنش براش ایجاد میشه، استقبال میکنن به صورت عادی، حالا به بحث ایرانی بودن ما در نظر نگیریم، استقبال میکنن. قبلا ها یه مقداری روی تعداد دستگاه پوز مشکل داشتن چون دستگاه نبود، کم بود. الان که میگن از بیرون شما خریداری بکنید دیگه مشکل خاصی وجود نداره، اتفاقا خوبه یک دستگاه پوز داشته باشید از نظر شرکت و تراکنش و ولی خب برای هر تراکنشی که از حساب شرکت دارید انجام میدید دو تا حالته، یا باید از این یازار کاسه ها بگیرید که فیش بهشون بدید، یا باید فاکتور بکشید، یعنی تو سیستم حسابداری شرکتتون و اونجا که پول میگیرید عجله دارید، دارید کار انجام میدید مکانیکی با دست چیز مثلا بیاد، باید فاکتور، نمیتونی فاکتور بکشی که ده. باید از این فیش ها وصل بکنم، مشاور مالی بلده میدونه، از این یازار کاسه ها باید بگیرید که
فیش تحویل مشتری بدید. این مهم هستش که حساباش در واقع گرفته بشه، نگهداری بشه. بس من به بانک بگم یازار کساب میخوام یا خودشون میدونن چجوری میشه این؟ نه، به مشاور مالی بگید که من یازار کساب پوز باید بگیرم، بهتون راهنمایی میکنه، یه نوع خاصی از پوز رو خریداری میکنید، بعد به بانک میرید اون پایانه رو شمارش رو میرید که بس میکنه به حسابتون دیگه. آها، با این حال با خود محاسب جی بس برم خیلی به نفعم، بهتر کارم را میفته، درسته؟ صد محاسب جی هستن، کارشون اینه. ما ببینید بعضن شرکت ثبت میکنیم فقط فکر میکنیم که مشاور مالی باید بشینه ماه به ماه پولش رو بگیره. اینا جزء وظایف مشاور مالیه که شما رو راهنمایی کنه، همراهتون بیاد. یه سی یادم من دکتر جان وقتونم زیاد نمیگیرم، دوستان دیگه شاید بخوام میام بالا. من ماهانه چقدر موظفم الان به این مشاور مالیم بدم، به این محاسبه جی؟ چون خودش پیشنهاد 1500 در ماه رو داده، این نرماله این مبلغ؟ ببینید اولا اینکه در ترکیه کلن اینجور موارد، چون بازار رقابتیه، دولت کنترل قیمت نداره، یعنی یه مشاور مالی میتونه 10000 دلار از شما بخواد ماهیانه. خب ولی آیا اینکه موظف هستید بدید؟ نه، میتونید با اون مشاور مالی کار نکنید، برید یه مشاور مالی دیگه ای پیدا کنید. بازار رقابتیه، یعنی دولت نمیاد یقه یه نفر رو بگیره که شما قیمت بالا مثلا به کسی داد. تو هر چی یه کیلو موز میخوای بخری، یه نفر میتونه موز رو به قیمت بیشتر بده، یه نفر میتونه به قیمت کمتر بده. یا تو کار مثلا داره ترجمه و ترجمه که ما داریم انجام میدیم، افرادی هستن که خب یه قیمتی ارائه میکنن، شرکتی هست یه قیمت دیگه، اختلاف قیمت این که بالاتر پرداخت بکنن برای اونها تخلف محسوب نمیشه. ولی یه حداقل قیمتی داریم که یعنی مسبب اودا هستش، مالی مشاورلر اوداسه، اونها بل. از اون مبنا، یعنی تقریبا تو سالهای گذشته 680 لیر بود، من سال جدید رو نگاه نکردم ببینم چقدر، از اون عدد باید فاکتور بکشم برای شما، اعلام کنم به دولت که مثلا من از این آقا اینقدر دریافت کردم. خب بس. اون حداقلی هستش که باید بگیره و بالاتر از اون دیگه مونده به توافق شما و اینها. رقم معمول الان تقریبا برای شرکت‌های مثل شرکت شما دیگه 800 900 1000 1500 به نظر من زیاده، مگر اینکه آنتالیا خیلی لاکچری کار کنن و مسائل خیلی متفاوت بشه. بسیار عالی دکتر جان، حساب رو حق باز کردم برای شما توی آنتالیا. من حساب اصلا به راحتی همون آب خوردنی که شما خوردی برام وا کرده، اصلا هیچ درسی نکشیدم. یعنی من خیلی وقت حساب رو وا کردم، رفتم اونجا روبروی تعمیرگاهی کار میکردم، درات بود و رفتم دادم اونجا، همین 10 دقیقه هم نشد بدون اینکه حتی یه قرونی هم یه کروش هم بدم حساب برام باز کردن. الان گردش حسابم خوبه. بعد این گردش حسابی که دارم پول میاد به حسابم میره، این تأثیری روی راندوی کاری من با اون بانک داره؟ یعنی 100% داره. در آینده اگر بخواید مثلا وامی دریافت کنید، یا مثلا به عنوان مثال اگر خواستید ویزای جایی رو بگیرید و اینها، من یه دونه پستی دارم توی پیج اگر ببینید در مورد فیندکس ریپورته، برگردید توی پیج ده. بعدن که حالا لایف تموم شد اون رو ببینید. کامل توضیح دادم که حساب‌های بانکی اگه خوب باشه چه ریپورتی براتون صادر میشه، این ریپورت کجاها به دردتون میخوره. حتما این پستو توی لایو حالا اگر بودید هم میتونید ببینید، بازم اگه سوالی بود باز دوباره بیاید بپرسید، ولی اونجا کامل توضیح دادم برای اینکه وقت دوستانم گرفته نشه. تاثیر بله داره، ولی نه در همه جا، مثلا به عنوان مثال در اقامتتون تاثیر نداره، ولی تو وام گرفتن تاثیر داره. حالا اگر بعدا تسهیلاتی بخواید بگیرید یا ویزایی بخواید بگیرید، اون ریپورت تاثیر، یا بانکی میخواید برید کریدیت کارت دریافت کنید، برمیگردم فیندکس ریپورت شما رو چک میکنن. تو اینجور چیزها تاثیر داره که من تو اون پست کامل توضیح دادم، اسمش هم هست، یعنی روی پست اگر نگاه کنید فیندکس چیست نوشته شده توی پست، تو پیج هست، برگردید نگاه کنید اونجا میتونید پیدا کنید. خیلی سپاسگزارم دکتر جان، باز اگه سوالی داشتم تو پیج میرم براتون اونجا پیام میذارم براتون. سپاسگزارم، شب خوبی داشتید، خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما. موضوع بهتون باشه، خیلی ممنون شما همینطور، شبتون بخیر، خدا نگهدار، خداحافظ شما. خب دوستان، من میدونم که در ایران یه خورده اینترنت ها مشکل داره، اگر دوستانی که از ایران هستند به سختی میتونم بیام بالا، هیچ موردی ندارم. میخواستم حقیقتا این لایو رو به صورتی پاسخگوی سوالات باشم که تصویری باشه اکثرا، که بعضی از دوستان الان مثلا میان درخواست میدن ولی وقتی که میخوایم قبول میکنیم درخواستشون میره. حالا اگر در کوشن باکس هم اگر خواستید بپرسید هیچ مشکلی نداره، چون میدونم که بعضیا در
ایران هستم و مشکل اینترنت دارم و طبیعتا اونها رو ما درک میکنیم. میخواهم در بانک آف امریکا واریزی داشته باشم به بانک زراعت خودم در ترکیه، آیا به مشکل برمیخورم؟ اگر شهروندی ترکیه ندارید، اگر دلار باشه، بله به مشکل برمیخورید. سوال خیلی خیلی خوبی کردید، فرصت هستش که من راجع به ترانسفر هایی که با وایز انجام میشه توضیح بدم. یه نرم افزاری هست به اسم وایز دوستان، این رو حتما اگر میتونید دانلود بکنید و توش عضو بشید و خیلی خیلی نرم افزار خوبیه. من هفته گذشته تراکنشی رو داشتم به آمریکا و به راحتی، چون ما این بحث‌های خدمات آمریکایی که راه اندازی کردیم مرتبا داریم پرداخت می‌کنیم، یعنی مشتری‌هایی که میان با ما قرارداد می‌بندن پولاشون رو به آمریکا پرداخت می‌کنیم. بانک آف آمریکا هم اتفاقا بود، ما این رو به راحتی از طریق وایس فرستادیم و هیچ مشکلی هم برخورد نکردیم. حتی دلاری هم میتونید بزنید. به این صورت هستش که شما پول رو وارد وایزتون می‌کنین به صورت لیر و نرخ خیلی باور نکردنی رو به شما در مورد دلار میده، یعنی با نرخ خوبی لیر شما رو دلار میکنه و انتقال میده. حدود 2 روز طول میکشه، راحت تر از سویفت هست حتی برای کسایی که حالا نمیخوان حسابشون درگیر باشه و اینها. از نرم افزار وایز میتونید خیلی خوب استفاده کنید که اگر بشه حالا بعدها ما تو پیجم یه آموزشی راجع به اون اگر بذاریم، دوستانی که از بچهای دفتر توی لایف هستم توجه داشته باشن، اینو یادداشت کنن که بعدا حتما یه آموزش بذاریم، خیلی خوب میشه. در مورد سویفت زدم به خارج از ترکیه لطفا صحبت کنیم برای شهروندان جدید ترک با اصالت ایرانی. چشم. ببینید سویفت خب میدونید دیگه، حالا یه سامانه ای هستش که بین بانکی هست، برای تراکنش های بین المللی هست. شما از بانک زراعت حتی به بانک ایش هم اگر بخواید یورو یا دلار، یعنی ارز غیر از ارز اون کشور رو انتقال بدید، سویفت تلقی میشه. پس اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این هستش که اگر بجز لیر در ترکیه بخواهید که دلار، یورو، حتی ریال عمان یا ین ژاپن بزنید، از زراعت بانک اینور خیابون به ایش بانک اونور خیابون، چون بانک‌ها غیر همنام هستن با سویفت ارسال میشه. اگر بانک‌ها همنام باشن با سویفت ارسال نمیشه و حواله تلقی میشه، چون بوک تو بوک توی حساب‌های همون بانک، یعنی از زراعت اینش رو باز حسابش کم میکنه اون اضافه میکنه، مثل این کسی که تو جیب خودش پولو داره جابجا میکنه. ولی وقتی که بانک دیگه ای میاد، چون حسابداری اونها از بانک مرکزی آمریکا باید تسویه بشه، فرقی نمیکنه که شما از اینجا پول رو حواله بزنید به نیویورک یا حواله بزنید به ایش بانک اونور خیابون. بنابراین اگر اسم بانک‌ها فرق کنه این سویفت خواهد شد. ما اینو میگیم سویفت. سویفت رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایش بانکتون، یه راههایی داره که میتونید از اونجا هم حتی تنظیم کنید بفرستید، ولی راحت ترین راهش برای شما، چون برای کسی که آشنا نیست با تنظیم سویفت، این هستش که مراجعه کنه به شعبش و درخواست انتقال وجه بکنه. فرمی داره، فرمو بهش میدم پر میکنه. اونجا نکته ای که وجود داره انتخاب بانک واسط هست. عمده دوستانی که اصالت ایرانی دارن توی بحث بانک واسط به مشکل برمیخورن. مثلا یه دوستی میاد میگه که من زدم آمریکا پول رفت، اون یکی میگه من زدم نرفت. به خاطر اینه که بانکی که شما دارید اقدام میکنید، بانک عاملتون یا شعبتون، اون بانک واسط رو بانک سختگیری انتخاب میکنه. اگر اطلاعاتی دارید راجع به بانک ها، بدانید که مثلا اگر تو کار تجارت باشید، بازرگانی باشید، متوجه میشید که خب چه بانک های سختگیری میکنن در مورد ایرانی ها، چه بانک هایی نمیکنن در مورد اصالت ایرانی فرد. تشریف میارید و بانکتون میگید که خب اگر بین کارگزاراتون این بانک هست، بانک واسط رو این بانک انتخاب بکنید. یعنی نذارید رأسا شعبه خودش، ازشون بپرسید بهتون میگن. زراعت مثلا معمولا بانک زراعت، مثلا اگر تو اروپا بخواد پول بزنه از زراعت هامبورگ معمولا استفاده میکنه. حالا شما به شما میتونن اختیار بدن، بتونید بپرسید بگید دیگه کارگزار چی دارید، کدوم کارگزارو دارید، شما از اون کارگزاری استفاده بکنید که خیلی سختگیری نکنه در انتقال بچ. بانک کارگزار رو انتخاب میکنید، فرم رو پر میکنید و معمولا ظرف 2 روز پولی که ارسال میکنید به اروپای آمریکا میشینه تو حساب و توی در واقع زراعت بانک خودتون هم از روی اپلیکیشن هم میتونید ببینید وقتی خارج میشه. مدت زمان انجام حواله معمولا 2 روز هستش و هزینه و اجرتش هم یه چیزی بین 20 تا مثلا 80 دلار هستش، بسته به مبلغی که شما دارید حواله میزنید. حالا باز هم اگر سوالی باشه تو کوشن باکس بنویسید، من تو سوالات بعدی جواب خواهم داد. درود بر شما. سلام آقای
احوال شما خوب هستید؟ ببخشید، من تازگی اقامت عائله گرفتم ترکیه، بعد کار من برنامه نویسیه به صورت پروژه‌ای با اروپا و کانتنت کریتر رو اینا کار میکنم و من الان هیچ حسابی هنوز باز نکردم و به همسرم گفتن که شما باید برای یعنی این پولی که به هر حال من کار میکنم اینا، ما باید شرکت داشته باشیم ترکیه و یعنی از حساب شخصی نمیتونم، این اصلا داستان رو نمیدونم چه جوریه، اگه راهنمایی کنید نگاه کنید، ممنون. برای کاری که در خارج ترکیه انجام میدید، ترکیه ازتون مالیات نمیخواد. خب این یک اصل، اینو در نظر داشته باشید. یعنی چون کار رو شما درسته به هر حال تو ترکیه نشستید، دارید اینجا برنامه نویسی میکنید، اما کار رو انگار توی مثلا کشور آلمان دارید انجام میدید، چون که به کارفرمای اونجا دارید. پرداخت رو آلمان میخواد انجام بده، بنابراین اگر میخواد آلمان انجام بده، دولت ترکیه از شما مالیات بر درآمد نمیخواد، چون شما کسب و کاری ندارید که به صورت رسمی کاری انجام بده و مالیاتی رو پرداخت بکنید. تا اینجا مشخص شد؟ یعنی اگر کاری رو شما در ترکیه انجام بدید و در اینجا تراکنش مالی توی ترکیه انجام بدید، باید قانونا برید شرکت ثبت کنید. ولی مسئله اینه که بانک برای شما در ترکیه الان حساب نداشته باشه، حساب شخصی باز میکنه و حساب شخصی برای مقاصد شخصیه. وقتی مرتب منظم پول میاد، مدام از خارج پول میاد، بعد از مدتی بانک حساس میشه، از شما صدا میکنه، میخواد میگه که خب شما چیکار دارید میکنید و اینها، کارتون این پولا برای چی میاد؟ حالا یه دونهشو میتونید بگید هدیه است، دومیشو میتونید بگید پسرم ممه. وقتی مدام براتون پول میاد، توجیهی نخواهید داشت و حسابتون رو میبنده، میگه از حساب شخصی با مقاصد تجاری استفاده کردید. اون چیزی که همسرتون گفتن این بوده، بنابراین شما از حساب شخصی ترجیح اینه که حالا یه بار دو بار مشکلی پیش نمیاد، ترجیح اینه که استفاده نکنید با مقاصد تجاری، چون از اون ورم داری یه شرکتی براتون واریز میکنه، مشخصه که این درآمده. باید اصولا و قاعدتا اینجا یه شرکتی ثبت کنید. آسون ترین شرکتی که میتونید ثبت کنید شرکت شخصیه، که یه روزه میشه ثبت کرد، یه روزه میشه بست. هزینه آنچنانی نداره، در حد مثلا 1-2 هزار لیره بستنش. فقط یه نقطه منفی داره شرکت شخصی، اونم اینه که همه حسابهای شخصی شما میشه حساب تجاری، مگر اینکه برید اعلام کنید این شخصی این تجاری. مثلا توی دو تا بانک حساب داشته باشید، بانک زراعتتون رو بکنید حساب شرکت. این نکته منفیشه، یعنی هر کسی دیگه ای هم به حسابتون پول بزنه، همسرتون کسی دیگه، انگار درآمد شرکته، باید مالیاتش بدید. ولی یه آپشنی ما داریم توی گلوبال کادرو، معلومه که تو پیج ما خیلی شاید قدیمی نیستید یا خیلی دنبال نمی‌کنید. جدید هستید تو پیج یا مثلا من جدیدم. ما دوستانی که از قبل هستم، ما توی سالگرد 10 سالگی شرکتمون یه خدمتی رو ارائه کردیم تحت عنوان ثبت شرکت در استونی. این فقط مخصوص برنامه نویساست، برای کسایی هستش که کار برنامه نویسی و اینجور کارا میکنن، فریلنسرن. برای شما یک اقامت دیجیتال استونی میگیریم، یک کارت اقامت فیزیکی که اونو میزنید به کامپیوترتون. وقتی که اینو میزنه به کامپیوترتون، توی فضای دولت الکترونیک کشور استونی و اتحادیه اروپا، شما اونجا مقیم در نظر گرفته میشید. یعنی میتونید برید به بانک مراجعه کنید، تو اینترنت بانکینگش حساب باز کنید، همکارای من تو دفتر همه این کارا رو برای شما انجام میدن. یعنی رزومتون ازتون میگیرن، باهاتون مشاوره میکنن، بعد براتون اقامت دیجیتال رو درخواست میدن، بعد 2 ماه بعد شما اینجا میرید، از توی وی اف اس گلوبال اقامت دیجیتال رو میگیرید، میارید بهشون میدید، با هم دیگه میشینید، براتون حساب رو باز میکنن، شرکت رو ثبت میکنن. تو استونی یه شرکتی، ما بخش فناوری دیجیتالمون، شرکت گلوبال کادرو، یه بخش فناوری داره به اسم دیجیتال کادرو. این شرکت توی استونی ثبت شده است. ما هم بچه‌هامون برنامه مینویسن، کارهای چیز انجام میدن، فاکتوری که میدیم از اون شرکت دیجیتال کادرو میدیم، پول هم به صورت یورو میره تو حساب دیجیتال کادرو تو کشور استونی. این هم میشه کشید از طریق وایز، میتونید بکشید بیارید تو حسابتون تو ترکیه، هم میتونید از اونجا هزینه کنید، یعنی یه حسابی تو اتحادیه اروپا داشته باشید. این یه راه حلی هستش که میتونید به ما مراجعه کنید براتون انجام بدیم. راه حل دوم هم ثبت شرکت، ترجیحاً شرکت شخصی که براتون هزینه کمتری داشته باشه توی ترکیه هستش. یه سوال دیگه هم دارم، حالا اگه وقت بفرمایید. در مورد ویزای ای توی
آمریکا الان اگه کسی یا دوستان یا خود ما مثلا همسر ترک باشه میشه اقدام کرد هنوز مثلا شهروندی نداشته باشن؟ یعنی همسرتون شهروند باشه ولی خودتون نشده باشید؟ همسرم اصالتا مثلا ترک باشه. بله بله بله. این همسری که ترک هستش میتونه A2 بگیره و شما به تبع اون میتونید با هم ویزای ایشون میتونید برید. بله متشکرم، سوال خیلی خوبیه. ما توی ویدیوی بعدی فکر میکنم که من با آقای فیلیپ مصاحبه کردم توی پیج میاد، فکر میکنم یکی از سوالات هم همین بود که آیا میشه یا نه، که فکر میکنم حالا میاد رو پیج ببینید. بله میتونه درخواست بده. ممنونم، متشکرم، لطف کردید. زنده باشید، شب عالی بخیر، خدا نگهدارتون. خب بریم سراغ دوست عزیزی که خیلی هم معطل شدن. دوستان درخواستاشون رو ارسال میکنن بعد حوصله‌شون سر میره و ترک میکنن. ما قبلنها اونایی که یادشون میاد قدیمی هستن، همش کارمون همین بود، یعنی به صورت تصویری میمدیم صحبت میکردیم، ولی مدتی که این حالت تصویری رو به دلایل مشکلات اینترنت در ایران کمش کرده بودیم، ولی خب دوباره شروع کردیم و فکر میکنم که برای شما هم جذاب باشه. ما حال خوبمون قبل مربوط برمیگرده قبل از قضایایی که در ایران اتفاق افتاد و الان خدا رو شکر یه مقداری به هر حال عید هستش و سعی میکنیم که فضا خوب باشه. درود بر شما، اگر صدای منو میشنوید، اگر اینترنتتون یاری میده، ما منتظر بودیم که شما دوربینتون رو تنظیم بکنید. دوست عزیزی که در لایف هستن، خانم لیلا سعد فکر میکنم هستن، خانم لیلا سعد اگر صدای منو میشنوید ما در خدمت شما هستیم. اگر مشکل اینترنت دارید یه خورده صبر میکنیم اینترنتتون مشکلش مرتفع بشه، اگر مرتفع نشه ایبی نداره، دوباره میتونید درخواست بدید اینترنتتون رو بهتر بکنید اگر صدای منو میشنوید، و دوباره درخواست بدید، در خدمت شما خواهیم بود. دوستانی که در کوشن باکس سوالاتشون رو پرسیدن چند تاشون رو جواب بدیم. در صورتی که ما نزد بانک های بین المللی حساب، حالا توی HSBC ING بین حساب بین المللی داشته باشیم، در ترکیه داشته باشیم، به این راحتی، آیا این امر راحتی برای انتقال وجه هست؟ این موضوع انتقال وجه با حساب فرق میکنه، شما ممکنه حساب هم داشته باشید ولی توی انتقال وجه براتون مشکل ایجاد بکنن. این میتونه داخل اون بانک براتون راحتی بیاره، یعنی از ING به ING، ولی از بخواید که از یه بانک دیگه به یه بانک دیگه بزنید میشه گفت که حالا زیاد تفاوت نمیکنه، باز هم شرایط شما بررسی میشه و بعد از اون در واقع اقدام میشه. گفتن که من تتر زیاد جابجا میکنم، از حسابم چقدر ماهیانه بزنم مشکل ساز نمیشه و حسابم بسته نمیشه. این نکته خیلی خیلی مهمیه. در این حال که عرشه عزیز آقای عرشه ترکمن معروف توی انتظار هستن، ایشون خیلی تو انتظار نمیخوایم بذاریم، تا لباسشون مرتب میکنه میاریم بالا صحبتشون رو بکنن، حتما در خدمتشون خواهیم بود. باعث افتخارم هستش که پیج ما رو انتخاب کرده. در مورد تتر، وقتی که از طریق این سایت هایی که حساب های شما رو نگهداری میکنن از اونجاها بزنید، خیلی مشکلی پیش نمیاد، چون میتونید به حساب ها تعدد هم بدید، یعنی در واقع یک حسابی مال خودتونه، حساب مال همسرتونه، گاهی به اون بزنید گاهی به این بزنید، پخش کنید بین حساب ها. ولی واقعیت اینه که اگر خیلی بخواید این کار رو انجام بدید در طول مدت زمان، چرا دچار مشکل خواهید شد و این رو هم راه حلش باز هم تأسیس شرکت یا همون مسیری هستش که اقامت دیجیتال استونی که خدمتتون گفتم، که میتونید به دفترمون زنگ بزنید مسائلش رو بپرسید. برای کسایی که توی ارزهای دیجیتال کار میکنن و در واقع و کسایی که برنامه نویس هستن و غیره، براشون خیلی خوب هستش. لایو رو حتما سیو خواهیم کرد. دوستانی که ابراز لطف میکنن، محبت شما هست و ما فقط رفلکشن محبت های شما رو داریم میدیم. در مورد اقامت برزیل، اقامت یه ماه دیگه هم به من زمان بدید. در مورد برزیل دارم روش کار میکنم، هیچ وقت نیومدم. اگر نگاه کنید دقت کنید، آمریکا بهتون قول دادیم، گفتیم کار میکنیم و شروع کردیم و میبینید که چه جوری شروع کردیم. هیچ جایی این اطلاعاتی که در مورد آمریکا هست الان بگردید اگر پیدا کردید. ما واقعا روی آمریکا کار سنگینی انجام دادیم. برزیل هم من میخوام اینجوری باشه، نه اینکه
بیایم و دوتا از دوستانمون اونجا هستن، دارن بررسی میکنن شرایط رو، برگردن یا حالا فیدبک هایی رو گرفته باشیم. وکیل آمریکاییمون اصالتا برزیلی هست، داره میره برزیل هفته های آینده. کارهای خیلی خیلی خوبی داریم انجام میدیم رو برزیل. ازتون خواهش میکنم که یه مدت کوتاهی هم به من فرصت بدید در مورد برزیل، چون کاری که میخوایم انجام بدیم برای برزیل نمیخوایم یه کمتر از آمریکا باشه. حتما بهتون توضیحات خواهم داد و یه لایو جداگانه حتی برای برزیل حتما میذاریم و بهتون توضیح میدیم. سرکار خانم در خدمت شما هستیم. ارشیا هم رفت، فکر میکنم اینترنتش قطع شد یا رفت لباسش مرتب کنه، منتظرش میمونیم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. سلام بر شما، احوال شما؟ خیلی ممنون، عذرخواهی، مزاحم همیشگی. خواهش میکنم، مراحمید. من آیدی شما رو میشناسم ولی افتخار اسمتون رو ندارم، ولی خانم آره آیدی تون همیشه مزاحمتون هستم. بله، خدمتتون بودیم، در خدمتتون. بفرمایید آقای دکتر، من دو تا سوال ازتون داشتم. یکی یه سوال بانکی هستش، یکی اگه اجازه داشته باشم یه سوال دیگه. من یه مبلغی به حسابم واریز شده که خودم این واریز رو انجام ندادم، البته جناب بصیری زحمت واریزش رو کشیده بودم به حساب من. الان من خواستم اینو ازتون بپرسم، این مبلغ من دیگه برای خرید ملک با توجه به اینکه واریز کننده خودم نبودم نمیتونم ازش استفاده کنم آقای دکتر؟ چرا نمیتونید استفاده کنید؟ مشکل نیست. ببین، اون مواردی که من میگم، همیشه که میگم خودتون، اون موارد ترجیحیه. اگر بهتر ما براتون انجام میده، مطمئن باشید اون موارد در نظر میگیره، یعنی توی توضیحاتش یا مینویسه که مثلا بدهی داشتم از این بابت بدهی و اینها، هیچ مشکلی نداره که برای خرید ملک استفاده کنید. بله بله، آقای بصیری محبت کرده بودن برای برش نوشته بودن که آره، ایشون که خب خودش استاد موارد رعایت میکنه. تیمی که ما داریم کار میکنیم تو اینجور موارد امکان نداره مشکل داشته باشین. در موارد خیلی چیزا باشه سری با خود من نمایی میکنن، یه جوری معمولا ما انجام میدیم، یا از اسم خود فرد واریز میکنیم یا واریزی رو به عنوان یک بدهی واریز میکنیم و رعایت میکنیم این چیزها رو که مشکلی براشون پیش نیاد. بله، جا داره که اینجا هم ازشون تشکر کنم، حالا هم از دفتر تهران هم جناب بصیری، خیلی واقعا هم محبت دارم و اینکه خیلی زحمت کشیدن. بعد یه سوال دیگه آقای دکتر، ما یه ملک شراکتی خریداری کرده بودیم رو همون روزهای آخر 250 تا که رو همونم اویگونلو گرفتیم، منتها چون ملک در واقع اقساطش مونده بود و اینها، پروژه اجازه نمیداد که ما استفاده کنیم از این اویگونلوک، در واقع هیچ اقدامی روش صورت نگرفته، یعنی حتی اقامت هم گرفته نشده. الان من خواستم ببینم که الان این مشکل برطرف شده، اما نمیدونم اویگونلوک تا چه زمانی اعتبار داره که بتونیم ازش استفاده کنیم. اویگونلوک 6 ماه اعتبار داره و پروژه چنین حقی نداره اصلا به شما اجازه نده استفاده کنید. درسته، آها. بعد حالا این 6 ماهش که تموم بشه دوباره باید درخواست اویگونلوک مجدد بدید و اگر اونجوری باشه میره برای 400,000 دلار. شما برید کارتون رو شروع کنید سریع. خب الان ما برای اقامت اقدام کنیم دیگه، یعنی الان که برای استارت و برای اقامت بزنیم این حساب میشه روی اون پروسه، یا یعنی اینکه نه فقط نه در زمان شهروندی پروسش جدای از اقامته. سریع شهروندیتون استارت بزنید، اقامت هم بهتون میدن روش دیگه. درسته، متوجه. حالا اگر که احیانا مشکلی پیش بیاد، همون شخص دوباره امکان اینو داره که با ملک دیگه ای اویگونلوک بخواد بگیره، یا اینکه دیگه امکان نداره؟ نه، باید 150,000 دلار دیگه دوباره روش بذارید تا با 400,000 دلار بگیرید. این اویگونلوک قبل از اون تاریخ گرفته شده باشه، اون قابل استفاده است. نذارید 6 ماه رد شه، سریع شروع کنید. تایمی نداریم اونقدر، 21 6 ماهش تموم میشه. خب همین 10 روز خیلی زمان چیزیه، اگر بتونید سریعتر شروع کنید، که البته اگر راندوو بدم به اون تاریخ و اینا، سریع شروع کنید به نظر من، حیفه. آها، متوجه شدم. ولی اینو می‌خواستم بگم، حالا اگر که به هر دلیلی خدای نکرده نشد که با این اویگونلوک کار رو انجام بدیم، چون گفته بودن دیگه یه بار به ما، یعنی نمیدونم حالا پروژه این اطلاعاتو داده بود، فکر می‌کنم غلط گفته بودن دیگه به این شخص، چون یک بار اویگونلوک داده شده اگر کنسل بشه دیگه اویگونلوک تعلق نمیگیره به اون فرد. اویگونلوک رو میدن، ولی اویگونلوک 250,000 دلار الان نیست، 400,000 دلار. بله. الان اگر بخواد اقدام بشه، اون زمان شما تو زمان 250,000 دلار اقدام کرد گرفتید، پس بهتره که با همین صورت برید بدید مدارکتون رو داخل. متوجه شدم، خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم. سلامت باشید، شب عالی بخیر. شبشون بخیر، متشکرم، خداحافظ. شما خدا نگهدارت. خب بریم سراغ آقای
ارشیا ترکمن از ترکمنستان هستن، ایشون نمیدونم از کجا هستن، حالا تا بیاد بالا احتمالا داره لباس شما رتب میکنه. درود بر شما. خوب هستین؟ سلام. گفتیم لباستون رو میرید مرتب میکنید. من مرتب، من تو خونه لباس مرتب میگردم. مثل این زود نیوز الان باید نگاه کنیم، اون که میارن اخبار میخونه میارن با. آره نه من آقای ترکمن رو معرفی بکنم، ایشون از ترکمنستان نیستن، از ایران هستن و فامیلیشون ارشیا ترکمنه، یکی از بلاگرهای خیلی خوب و ارزنده شهر استانبول. خدمتشون ارادت داریم. ممنونم، باز شما افتخار دارید. آقا دفتر ما بیایید بعضی وقتا، ما نیاز داریم شما رو ببینیم، انرژی میگیریم از اتون. چهر خدمتون میرسم، باعث افتخار کنار شما بودن. آقا آمریکا چه خبر؟ الان نگاه کنیم ببینیم که فالوورای شما منو فالو میکنن یا فالوورای من شما رو فالو میکنن. فالوورای شما خیلی اومدن تو لایف، موضوع خیلی مهمیه. در خدمت شما هستم، در خدمت شما هستم. واقعیت هم یه سوالی که از من خیلی میپرسن برای یوتیوب، کسایی که ایرانن میتونن غیر حضوری حساب باز کنن اینجا درآمدشون رو دریافت کنن؟ این سوالی که خیلی میپرسن، فکر کنم سختگیری ها اینجا هم زیاد، چه برسه غیر حضوریش، یه توضیح بده. غیر حضوری باز میشه حساب، یعنی از نظر قانونی من این نداره، فرد میره یه وکالتی رو میده توی ایران، بعد اون وکالت ترجمه میشه، تاییدیه سفارت ترکیه گرفته میشه، شماره مالیاتی گرفته میشه و اینها باز میشه. ما انجام نمیدیم ولی دوستانی داریم که غیر حضوری انجام میدن، ولی این افرادی که حالا به این صورت دارن درآمد از یوتیوب دارن، اینها چرا سوقشون نمیدید؟ این روشی که گفتم، بحث اقامت دیجیتال استونی، بسیار بسیار روش خوبیه. یعنی شما حسابتون درسته توی فضای دیجیتال هست و اینها، ولی خب از طریق اینترنت بهش دسترسی دارید، میتونید با وایز بکشید بیارید تو وایزتون، وایز یه نرم افزاره، پولتون میاد اونجا، از اونجا میتونید به زراعت بزنید، به صراف بزنید، پولتون رو بگیرید، یعنی همه کار میتونید انجام بدید، لگال هم کار میکنید. علاوه از اینها، این درآمدهای یوتیوبتون برای شما در اتحادیه اروپا سابقه کار محسوب میشه. شما یعنی روش کار به این صورت هستش که یه اقامت دیجیتال گرفته میشه به نام شما، حالا تو ایران هم باشید مشکلی نیست، فقط یه نکته چیزی داره، اونو نمیدونم، اونا دوستانی که تو ایران هستن البته شاید تو این نکته گیر بکنن، اونم اینه که باید هزینه هایی رو برای این کار از کردیت کارت اون شخص باید پرداخت کنیم. یعنی داشتن حساب در ترکیه مقدمه برای این کار میتونه باشه، ولی خب من برای یکی از مشتری هایی که بودش از کردیت کارت خودم پرداخت کردم و حالا ازش سوال کرده بودن که پرداختی شما رو، پرداختی هزینه های شما رو یک کسی دیگه انجام داده، دلیلش چیه؟ گفته بود که، یعنی توی جوابی که نوشته بودیم، چون خودمون داشتیم اقدام میکردیم، نوشتیم که خب ایشون به من بحث اقامت استونی معرفی کرد، چون من خودم کریدیت کارت نداشتم، ایرانی بودم، ایشون به جای من پرداخت کرد، من بهشون کش دادم و حل شد. یعنی این مسئله شو اگه بتونن اونایی که تو ایران هستن حل کنن، برای کسایی که از یوتیوب درآمد دارن یا توی فضای دیجیتال دارن کار میکنن، برنامه نویس هستن، تو ارزهای دیجیتال کار میکنن، بحث اقامت استونی و داشتن یک شرکت شخصی یا LLC توی استونی، توی فضای دیجیتال یه حساب بانکی در استونی در اتحادیه اروپا، فوق العاده شرایط خیلی خوبی داره، به راحتی هم قابل وصول بدون هیچ مشکل قانونی، و مالیات هایی هم که پرداخت میشه، مالیات هاش از ترکیه هم کمتر، از همه جا کمتره، لگال سفیده، یعنی شما پول سفید دریافت میکنید. از اون وایز چی باید نقد کنن که گفتی؟ نگاه کنید شما، حالا وایز داستانش اینه که شما هر حسابی تو آمریکا هم داشته باشید، تو ترکیه هم داشته باشید، هر جا داشته باشید، یه نرم افزاری وجود داره به اسم وایز. تو وایز میری یه اکانت میسازی، بعد به شما میگه که خب اطلاعات تو بده، تیم لیک تو، کارت تو، پاسپورت تو، اینا رو میگیره و وریفای میشه. وقتی وریفای شد، مثلا میخوای به آمریکا $1,000 بزنی، میری یه درخواست میدی توی وایز و درخواست $1,000 رو چیز میکنی، بعد میگه که معادلش انقدر لیر میشه، بزن به این ایبان لیری بهت میده و توی توضیحاتش این رفرنس نامبر رو بزن. اینو میزنی، ظرف 2-3 ساعت میره میشینه تو وایزت پول، از حساب زراعت، از حساب ایش بانک میره میشینه تو وایز، از وایز میزنی به حساب آمریکایی، خیلی راحت به حساب اروپایی. متقابلا هم همین شکله، وقتی که شما پول رو توی استونی توی حسابت دریافت کردی، حالا یوتیوب
بهش این شماره حسابو میدی، شماره حساب اون شرکتو میدی، شرکتی که مال خودته تو استونیه، پول میاد تو اون حساب، شما تو اینترنت نگاه میکنی میبینی که بله این پول وصول شده داخل اونجا، میری چیکار میکنی؟ از اونجا پولو میری تو وایز درخواست دریافت وجه میکنی، تو وایز یه رفرنس میده مثلا $1,000 یا 1,000 یورو، اون رفرنس رو از بانک، حساب بانکی که بین المللی هستش توی استونی برات باز شده مال شرکته، انتقال میدی به اون حسابی که وایز بهت داده و اون رفرنس رو میزنی، یکی دو ساعت بعد میبینی که پول نشسته تو وایز. بعد چی کار میکنی؟ عکس همون کار رو انجام میدی میزنی به حساب زراعتت از وایز و وایز حساب زراعتت رو کردیت میکنی، میری اینجا پولتو میگیری، یا تو اون مرحله میزنی مثلا به حساب یه صراف یا به حساب کسی دیگه اونجا من دریافت کنم. خیلی هم عالی، ممنونم، مرسی. شما خودتون هم توی این فضاهای یوتیوب اینا کار میکنید؟ این بله منم، بله بله منم با یه شرکتی کار میکنم، خودم اینجا آدرسم و طول کشید خیلی وریفای بشه دیگه کلن گذاشتم کنار، با یه شرکت واسطی کار میکنم، ولی خب الان یه جورایی با اونا کنسل کردم، دارم دنبال کارم خودم وریفای کنم اکانت خودم دیگه، ولی خب آره. اگر گواهی نامه ترکیه داشته باشید برای وریفای کردن، برای کسایی که فاقد شهروندی ترکیه هستن مقیم هستن، با داشتن کارت گواهی نامه خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام، وریفای خیلی راحت صورت میگیره. توی سایت های کریپتوکارنسی هم همینطوره، با داشتن گواهی نامه خیلی موثره، برن گواهی نامه ایرانشون رو تبدیل کنن به گواهی نامه ترک و با اون وریفای انجام بدن. خیلی معتبر، برای درسته، خیلی معتبر. ممنونم، مرسی. آقای ارشیا ترک من از بلاگرهای استانبول هستن، کسی که خیلی دوست دارم ملتیشون رو، و امیدواریم کسانی که از پیج ایشون ما رو دیدن، به هر حال ما دوستی زیادی رو با دوستانی که اینجا تو ترکیه تو این زمینه ها کار میکنن داریم، اصولا با بچه های رسانه و کسایی که تو پیج های مختلف هستن روابط خیلی خوبی داریم، که آقای ارشیا عزیز هم یکی از اون هاست و انشالله به زودی زیارتشون بکنیم. من دریافت میکنم کسان دیگری رو که درخواست دادن. درود بر شما. سلام عرض کردم. سلام، احوال شما خوب هستین؟ آقای دکتر سلامت باشین. عرض ادب، زنده باشید. خواهش میکنم، زنده باشه. خیلی ممنون. دکتر مزاحم شما شدم. این که راجب کردیت کارت، این که من واقعا چند وقت پیش کردیت کارتی رو در بانک زراعت گرفتم و دریافت و پرداخت های روزمره رو با کردیت کارت انجام میدم، خواستم ببینم آیا این هزینه مضاعفی ایجاد میکنه برای تراکنش نه که بسیار بسیار کار خوبی میکنید از دو جهت. یکی این که خب کردیت کارتتون کار میکنه، از بانک دارید از خدماتش استفاده میکنید، فقط قبل از اینکه موعدش برسه یا مثلا وقتی موعدش رسید بدهی رو کامل پرداخت کنید، یا حالا اگر اون ماه یه وقت مشکل داشته اون مقدار آسکاری رو حتما پرداخت کنید، نذارید به تاخیر بیفته. حتی حساب من خودم یک بار به خاطر 100 لیر تاخیر داشتن کلی سجل بانکیمو خراب کردم، یعنی میدونم دادم 100 لیر دیگه چیزی نیست، ولی در حالی که اون 100 لیر رو هم بانک مثل 1,000,000 لیر میبینه، یعنی اون خط قرمز رو برات میزنه، فرقی نمیکنه. بنابراین ما خیلی خوبه که از کردیت کارت استفاده کنیم. حالا دوستان با بلوکه احتمالاً دریافت میکنن که من میخواستم حالا توضیح بدم، شما بحث رو باز کردین. منتها وقتی کردیت کارت شما باز میکنید اتوماتیک براتون پرونده اعتباری باز میشه نزد بانک، فرقی نمیکنه که با بلوکه باشه یا بدون بلوکه باشه، بانک به شما یک اعتباری میده، حالا عنوان وثیقه یه چیزی هم گرفته اونجا نگه داشته، شما مشتری اعتباری بانک میشید، خرج کنید پرداخت بکنید، خرج کنید پرداخت بکنید. این خیلی کمک میکنه که درجه اعتباری شما با بانک بره بالا، لیمیتتون رو بتونید افزایش بدید، بعدها شهروند که بشید مثلا، یا اگر الان شهروند هستید چه بهتر، میتونه بدون پشتوانه بدون وثیقه حتی بهتون کرید کارت داده بشه. ولی نکته مهمش این هستش که حتما 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 توی سررسیدش یا کاملش رو پرداخت بکنید، یا اگر حالا یه زمانهایی مشکل داشتید اون مینیمومی که اعلام میکنن رو پرداخت کنید. از یه جهت دیگه هم هسته، من خودم شخصا پولی که نگه میدارم تو حسابم همیشه دلار و یورو هستش، همیشه رو دلار و یورو هم
کرید کارتو خرج میکنم، آخر ماه به اندازه‌ای که بدهکار هستم دلار و یورو چنج میکنم و کرید کارتو صاف میکنم. یعنی شما به ارزی که همیشه داره کاهش ارزش پیدا میکنه، چه ریال باشه چه لیر باشه، شما الان برید ایران ریال از کسی قرض کنید، به نفعتون یا به ضررتونه؟ به نفعتونه دیگه. خب چرا؟ چون که رفته رفته ارزش اون قرض میاد پایین، اون کسی که قرض به شما میده ضرر میکنه. ولی برید دلار قرض کنید چی؟ اون کسی که قرض میده، بنابراین اگه به کسی میخواد قرض بدید دلار قرض بدید، اگه از کسی میخواد قرض بگیرید لیر یا ریال بگیرید. اینجا هم از کریدیت کارت وقتی شما دارید استفاده میکنید دارید قرض میگیرید از بانک، چی؟ لیر. ماه آخر ماه دلارتون که ارزشش رفته بالا اونو چنج میکنید پرداخت میکنید. اینجا یه سودی هم از این نظر، ولی خب اگه بذارید رد شه بره چون بانک بهش بهره تعلق میگیره، حالا اون سودتون از بین میره. بهتره که نذارید تاریخش بگذره، تو سر تاریخش اون مقدار دلار رو چنج کنید و صفرش بکنید. درجه اعتباریتون هم خیلی بهبود پیدا میکنه و بعدها به دردتون میخوره. آیا تاریخش کجا مشخصه که خب. چه تاریخیه؟ چون که من تاریخش میتونید خودتون تنظیم کنید. با اپلیکیشنتون برید توی کارت های من، حالا نمیدونم انگلیسی استفاده میکنید یا ترکی استفاده میکنید. کارت من انگلیسی گذاشتم، اپلیکیشن زراعت بانکتون، مای کارتز، مای کریدیت کارتز، بعد میرید کارتتون انتخاب میکنید اون کارتی که هست، بعد میرید کارت سیتینگ، اون گوشه سه نقطه‌ای که هست رو میزنید کارت سیتینگ، بعد میاد پایین میچورتی دیتی که اونجا وجود داره میگه که من چه تاریخی باید صورت حساب بدم و چه تاریخی شما میخواید. 10 روز معمولا زمان میده. شما میچورتی دیت من مثلا میذارم همیشه 28 ماه به من صورت حساب بده که من تا دهم ماه بعد بتونم بر حقوقمو که میگیرم پرداخت کنم. شما هم میتونید در واقع تاریخ خودتون انتخاب کنید، ولی بای دیفالت خود بانک یه تاریخی رو فکر کنم 10 14 اعلام میکنه. احتمالاً برید اگر نگاه نکردید شاید رد کرده باشید. چطور نگاه نکردید؟ حتما برید نگاه کنید. نه دفتر از من معمولا از برید نگاه کنید توی اون قسمتی شد. که نشون میده که کردیتش اعتبارش چقدر، لیمیتش چقدر، اونجا مینویسه که تاریخی که دادن صورت حساب بیل استیتمنتش کی در میاد و کی زمان پرداختتون است. اونجا همه رو دو تا تاریخ میزنه، یکیش تاریخ در اومدن صورت حسابه، دومی تاریخ پرداختتون هست. شما میتونید توی اپلیکیشنتون ببینید و میتونید هم تغییرش بدید. اگه الان تغییر بدید از ماه بعد اونطوری اعمال میشه. بله. و اینکه با کردیت مثلا من وسیله خریداری میکنم که الان انجام دادم و مثلا اقساط میشه برای 10 ماه آینده، خب این مبلغ از سقف، یعنی واقعیتش اینه که من چند ماه پیش که رفتم گفتن چقدر کردیت میخواد، من همینطوری 20,000 تا برای من باز کرد کردیت خودشون بر اساس به همون بیمه‌ای که برای ما بود، داخل بیمه‌ای که داشتم میگه آره خودشون به هر حال 20,000 تا منم بیشتر نخواستم. اولی که آیا مقدور هست صفحش فکر میکنیم کدوم بانک مرسومه که الان من برم تقاضا بدم تا خب برید آک بانک. شهروند مگه نیستید؟ از آک بانک درخواست بکنید. بله. چون حقوق دارید دیگه، درآمد دارید. شما میزان لیمیتی بله. که دارید الان چند ماه براتون بیمه رد شده؟ خب 10 ماه که خیلی خوبه، 4 ماه به بعد، 5 ماه به بعد میتونید. به اندازه حقوقی که دارن براتون میزنن 4 برابر اون شما لیمیت دارید توی نظام بانکی. چقدر براتون حقوق میزنن؟ بله همون اکثر 10,000 تا 30,000 تا 32 تا مثلا 35 تا. شما از 20 تاش داری استفاده میکنی، 15 تاش هم میتونی بری درخواست کنی از آک بانک بگیری اگه حساب داری. آک بانک بسیار بانک راحتیه، جلوتر از همه بانک ها خودش بهتون زنگ میزنه، بهتون میگه که میخواید لیمیتتون رو زیاد کنی، میخواید مثلا چیز کنی. خودشون اصلا از بهتون میگن من تو آمریکا داشتم خرج میکردم، یه جا رسیدم که تموم شد دوباره میخواستم بیاد، یه دفعه دیدم که آک بانک خودش لیمیتش رو برام زیاد کرده، یعنی خود به خود خودشون زیاد کرده بودن. یعنی این اتفاق میفته. آک بانک بسیار بانک خوبیه در زمینه کردیت کارت اگه بتونید استفاده کنید. زراعتی بانک چیزی خیلی توجه نمیکنه، خیلی مثلا زنگ نمیزنه مگه اینکه خودتون برید بگید که افزایش بدید. بله. و اینکه حالا من اجناسی که به صورت کردیت خریداری کردم این خودش اقساطش، یعنی که نمیدونم باید چطوری خودش پرداخت میشه. چه دو مدله وقتی با کردیت کارت اقساطی خرید میکنید، دو حالته. از فروشنده باید بپرسید که آیا از لیمیت من مسدود میکنی یا نه، یعنی رو لیمیتت بلوکه میذاره.
مثلا به عنوان مثال لیمیت شما الان 20,000 لیره، شما میرید یه دونه مثلا کولر میخرید 10,000 لیر، بعد بهش میگید همینو خریدید؟ دقیقاً. الان میرید خبر از خیلی ماشین ظرفی چی میرید 10,000 لیر میخرید مثلا، بعد بهتون میگن که من میتونم اینو برای تو تقسیط کنم به 5 تا قسط 2,000 لیری هر ماه. ازشون باید سوال بکنید که لیمیت منو بلوکه میکنی یا نه. بعضی از فروشگاه ها بلوکه میکنن، اگه اینجوری باشه کرید کارتتون لیمیتش دیگه از اون به بعد 10,000 لیره، ماه بعد که دوتاشو پرداخت میکنه، یعنی از کرید کارتتون رو بر میدارن، شما بدهی کرید کارت میدید اونا بر میدارن شما. دقیقا همینطوره، کش شده دیگه، یعنی کرید کارت من که 20,000 تا بود الان شد به 8,000 به 9,000 تا رسید. خب بلوکه گذاشته روی 9,000 لیر از کردیت کارتتون بلوکه گذاشته. این فروشنده جزء کسایی بوده که بلوکه میذاره، بعضی ها بلوکه نمیذارن. اوکی، شما بعد خرج میکنید از کردیت کارتتون رو برمیدارن، ماه به ماه برمیدارن، شما پرداخت میکنید به کردیت کارت. به این صورت میپرسن ازتون که تقسیط بکنم یا نه، میتونید بگید تقسیط کن یا اصلا میتونید بگید تقسیط نکن. از کردیت کارت تک چکیم، یعنی یه باره کی بکشه، وقتی کشید شما خودت قسطای کردیت کارتتو ماه به ماه آسکاریشو پرداخت میکنی، به اندازه آسکاریش پرداخت میکنی، هر وقتم پول دستت اومد کلشو صاف میکنی. اینم یه مدلشه. درست. و این که نیازی نیست با که مراجعه کنیم، با اپلیکیشنتو بدهی کردیت کارتو پرداخت کنیم فقط. بسیار عالی. و بعد آقای دکتر فرمایش کردید، من سوالم این بود که کدوم یکی از بانک‌ها رو که پیشنهاد می‌کنید غیر از بانک بانک آک بانک برای کسایی که اصالت ایرانی دارن خوب داره. در درجه اول آک بانک بهتر است، ولی خب باید مراقبت کنید دیگه، خیلی مثلا حساس آک بانک نسبت به ایش بانک حساسیتش زیاده. و بعد آقای دکتر من مبلغی رو می‌خوام ارسال کنم برای اتریش، بانک حساب دارید؟ ایش بانکم من با زراعت کار میکنم. با زراعت هم میتونید. میرید بانک دارم. چقدر از مبلغی که میزنید؟ شاید در حد مثلا 2,000 دلار. که مراجعه کنید به ایش بانک بگید که 3,000 یورو میخوام سویفت کنم به این حساب. اطلاعاتو بدید برای تو سویفت میکنم. 50 یورو هم هزینه‌ش. 25 یورو 35 یورو هم هزینه‌ش. و اون ویزی که فرمودید باید طرف من در اتریش هم چیز داشته باشه، ویزو داشته باشه. وایزش میتونه فقط فرد میتونه به حساب خودش بکشه دیگه، اون وایزو نصب میکنه. شما از زراعتتون میزنید به وایز لیر میزنید، یعنی یورو ایجاد میکنید اونجا، بعد میگه که انقدر معادلش لیر میشه، اون لیر رو میزنید به حساب وایزتون، از اون وایزتون میزنید به وایز اون، اونم از وایز ازش میزنه به حسابش. بده. اینم یه راهشه. خب این چقدر برای 3,000 یورو کارمزد وایز کمتره، یعنی شاید سرجم حساب کنی، ولی خب کلا تفاوتی که اینجا ایجاد میشه مثلا در حد 20 یورو ایناست. شاید مثلا این که برید دنبال وایز اینا، یه دقیقه برید شعبه مثلا 35 یورو باشه، چه فرقی میکنه 35 یورو با 15 یورو؟ ارزشی نداره خیلی. درست. بسیار سلامت شید. ممنون از راهنمایی شما. زنده باشید. خواهش می‌کنم. دوستان ببخشن که معطل میشم. من بعضی وقتا خب توضیحات احساس میکنم که شما هم این توضیحات رو لازم دارید و این داستان ها به درد شما هم میخوره. از این جهت هستش که طولانی توضیح میدم. فراموش نمیکنم اینجا دوستانی معطل هستن و حواسم بهشون هست. سعی میکنیم که از این به بعد خب یه خورده کوتاه‌تر پاسخ‌ها رو ارائه بکنیم. سلام دکتر. درود بر شما، احوال شما؟ آقا سقف خونتون خیلی قشنگه. قربونت خوبی هستید. سلامت باشین. در خدمتتون هستم. دکتر سوال داشتم. این زراعت بانک داره کارت اعتباری پول بلوکی کردش. بعد بانک دیگه رفتم گرفتم، از هالک بانک گرفتم 2,000 تا بهم داد. زراعت 15,000 تا داده ولی بلوکی کرده. می‌خواستم ببینم این خدمت شما شود که زراعت تاثیر داره، یعنی اگه زراعت رو بلوکم و بردارم بانکای دیگه اون 15 تا رو بهم میدن یا نه فقط همونه؟ شهروند ترک هستی؟ بله. بعد درآمد دارید که اعلام کردید درآمد به حال؟ آره بیمه رد میکنم. آره خب بلوکه، بازم زراعت براتون بلوکه کرد؟
آره بازم بری هم نمیدیم اصلا، به هیچ وجه نمیدیم. آره برید بلوکه رو چیز کنید، کریدیت کارت ابطال کنید، بگید اگه میخواید من درآمد دارم دیگه، به اندازه 4 برابر درآمدتون باید بدون بلوکه بدن، اگر نمیدید بگو نده، بعد برید از ایش بانک بگیرید، از هالک بانک بگیرید، از بانک های دیگه بگیرید. یه سوال دیگه، من چون اسم عوض کردم توی چیز، توی شهروندی، درست خدمت شما شد که سنده به اسم قبلیه توی دولت هم نشون نمیده، این تاثیر داره روی چیز سنده؟ روی کلیدی نداره سند ملکی تو؟ آره اصولا سند ملکی توی کردیت تاثیر نداره، ولی اونو برید عوض کنید به اسم ترکتون دیگه، کاری نداره که. آها مشکل نداره. نه میتونید برید عوض کنید، ما هم خدماتشو داریم، اگر با دفتر ما هم تماس بگیرید بچه ها براتون انجام میدم، ولی شهروندیتون رو برداشتید یا هنوز 3 سالتون پر نشده؟ نه پر نشده. پر نشده باشه هم میتونید برید برگردونید به اسم ترکتون، مشکل نداره، اونو میشه برگرد که توی دولتتون دیده بشه. ولی در کریدیت کارت تاثیر نداره. باش بازم تماس میگیرم با دفترم، دستتون هم درد نکنه. خواهش میکنم، شبتون بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. آقای بورس اوریجینال، انشالله که اوریجینال بمانید. آقا فرشاد عزیز درود بر شما از همکنون و چند تا از دوستان که اینجا منتظر هستن. فرشاد جوی سلام علیکم، درود بر شما، شب شما بخیر، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال در خصوص کردیت بانک دیدم دوستان دارم میکنن، یه دفعه یه موضوع پیش من حدودا 20 روز پیش یه خریدی کردم با کردیت کارت. بله. و اینکه اون فروشنده از من 5 تا تکسید کرد، بعد اومدم خود بانک کرد 9 تا قسط. حالا اینا همه بماند، اون خرید اشتباه انجام شد و کنسل کردم خریدو، در واقع اون فاکتور خریدو مرجوع کردم کنسل شد. حالا فروشنده میگه این به صورت قسطی یعنی لیمیت من مثلا 20,000 تا بود الان شده 10,000 تا، من خریدو مرجوع کردم، یعنی اصلا اون خریدو دریافت نکردم و قسط اولش هم دادم، مثلا قسط اولش هم 1,000 تا بود دادم، الان 9 تا قسط، در واقع 8 تا قسط 1,000 تا مونده، در صورتی که من اون خریده رو کنسل کردم. به من اینجوری گفتن که خورد خورد برمیگرده رو لیمیتت میشینه، آیا این درسته یا نه؟ نه واقعیت رو بخوای خیلی مسئله رو باید تحقیق کنم بهت جواب بدم، ولی چیده است اصلا من موندم، میگم من یه خریدی رو انجام دادم درست. حالا به کردیت کارت اون فروشنده 5 تا تکسید کرده، حالا اومدم من تو زراعتم در واقع تو اون اپلیکیشن هم داشتم نگاه میکردم، دیدم خود بانک وعده چه 5 رو 9 تا زده، من یکیشو پرداخت کردم، بعد متوجه شدم خریدم نه. اشتباه بوده. اصولا فروشنده وقتی خرید رو کنسل کنه اون میزان کردیتی که ازتون کم شده باید برگرده به کارت. خب نه میگه ما چون داریم خورد خورد از بانک میگیریم، در واقع خورد خوردم حالا برمیگردونیم، یه چنین چیزی. آخه نه شما تقصیری نداری که لیمیت کریدیت کارتت باید مسدود بمونه، که من لیمیتم در واقع اون 10,000 تام قفله دیگه، این حالا میخواد من درست پرداخت نمی کنم، ولی بعد 8 ماه واسم که ما این مثلا هزار تا برگرده، این خیلی جای سوال بود. اب بانک زراعت هم سوال کردم، بانک زراعت هم گفت آره این باید خورد خورد برگرده. خب من چیزی که واقعا چیزی که باش برخورد نداشتم، یعنی اطلاعاتم چون خیلی حساسم رو تقسیطام، گفتم اینو دقیق ببینم به چه صورته، ولی ظاهرا این چیزی که گفتن، پس شما هم اطلاعاتتون در همین حده، اطلاعاتی ندارم، باید بپرسم بهت جواب بدم. خودم هم من چون واقعیتش خیلی من اقساط خرید نمی کنم، یعنی برخورد نداشتم باش، ولی خب حتما اینو تحقیق میکنم، دفعات بعد حتما به دوستانم اطلاع رسانی میکنم. درسته درسته. بعد یه موردم در خصوص سند، این دوست قبلیمون سوال کرد، من اسمم با سند در واقع اسم ایرانیم تو سند بوده موقع 2020 که خریدم، خب اسمم رو تغییر دادم، الان من میخوام مالیات خونه رو بزنم، اصلا هیچ چیزی تو اف دولت نمیبینم، اسمم ترک شده در واقع، اینو من باید برم شهرداری اسمم رو تغییر بدم؟ نه از بپتاپو وقت میگیرید به روز رسانی اطلاعات، از اداره نفوس اداره نفوس منطقه مون یه بله. وقت بگیرم تاپو گواهی تغییر اسمو از اونجا دریافت میکنید، توی وبتاپو اسکن شده میذارید و وقت میگیرید، از وبتاپو میرید اداره تاپو، تاپوی جدید هیچ هزینه ای هم نداره، به نام ترکتون دریافت میکنید، یعنی تو همون
تاپو که میرم سند جدید با اسم ترکم میدم. بله دریافت میکنید. اون بعد از اون دیگه تو ادولتتون دیده میشه، از ادولت میتونید اون موقع پرداخت کنید. خب اون اسم ترکم رو چجوری باید تو اداره تاپو ارائه بدم؟ چجوری الان الان گفتم دیگه، چجوری گفتم از اداره نفوس برگه تغییر اسم بگیر ببر بده تاپو. آها یعنی مراجعه حضوری داشته باشم اداره نفوس؟ بعد وقت بگیرم باید برای این موضوع زایرم. وقت بگیرید، بعد اسم برگشت هست بوکو اطلا نفوس کایت ارنه. آها درست. اونم اداره نفوس هم بعضی وقت اذیت میکنم، میگن این از دولت بگیره فلان کنه چی کنه، بگو آقا دولت اینو چون از دولت نمیشه گرفت. بوکو اطلا یعنی اون وقوعات رو توش مینویسه که چه زمانی شهروند شدید و اینها. درسته. اونو فقط چاپی از اونجا باید. بعد میگه که برای کجا میخوای بگو که برای اداره تاپو. بگیر مهر امضا شده بیار توی وب تاپو، وقتی وارد میشی با ادولتت وارد وب تاپو میشی، اونجا اسکن میکنی میذاری توی اونجا و وقت میگیری برای تغییر اسم. حالا قبل از اینکه این کارا رو بکنی، حالا چون ممکنه طول بکشه و چیز کنه، با همون سند قبلی، سندی که به نام ایرانیت هست، بله میتونی مراجعه کنی بخش املاک شهرداری، املاک تو پرداخت کنی. آه یعنی اون مالیاتمو بده. آره اون مهم نیست که چه کسی دیگه ای پرداخت کنه و اینا. منم تاپوی شما اصلا اسمم با اون تاپو یکی نیست، برم بگم آقا اینو من. مهمه که اون تاپو در واقع سند ملکو ببرم اونجا پرداخت کنم. بله ببرید بگید آقا من مالیات اینو میخوام پرداخت کنم. درست. کار نداره که شما آقای ترکی هستی، آقای ایرانی هستی یا پسر خالش هستی، میگیرم پرداخت میکنم. آقای دکتر ببخشید سوالم، شاید یه دونه این آخرین سوال سریع بپرسم که دوستان معطل نشن یه شاید چیزا. آقای دکتر من دو سال تقریبا از اون زمانی که ایگولون برگسی رو میگیریم حساب میشه شهروندی یا از زمانی که پاسپورت میگیریم؟ نه از زمانی که شهروندی تایید میشه. خب سه سال منظورتونه؟ آره الان من دو سال تقریبا دو ماهه ما. خب نه اون اگر اون سه سال منظورتونه که شهر رو خب بخواییم برداریم فکر از تاریخ ایگولوک برگسیه. خب دو سال رد شده، یعنی فکر میکنم دو سال برج یازده برج دو ماه رد شده، ده ماه که سه سالش باشه. ما رو بحث ایتوه شما داریم خیلی دنبال میکنیم و صد درصد الان میخواییم یه قرار بذاریم که بیایم که دفتر باهاتون صحبت کنیم. یکی این که من خب بخوام اقدام بکنم، یعنی از الان مثلا شده 26 ماه، شما فرمودی باید 3 سال تموم بشه. خب من میتونم بیام مثلا حالا یکی دو ماه دیگه وقت بگیرم از دفترتون بیایم مشاوره بگیریم ببینیم اقدام بکنیم، چون شما فرمودید 6-7 ماه جلوتر باید اقدام کنید، درسته؟ ببینید ما دو سه ماه زمان میبره که ما براتون جلساتی که میذاریم با شرکت فرانچایز و اینها، مثلا یکی رو میبینید نمیپسندید، یکیش مبلغش بالاست، یکیش شرایط بهتری داره، هی عوض میکنیم اینها. دو سه ماه با شرکت فرانچایزه هی مذاکره داریم. این دو سه ماهتون سر این موضوعات رد میشه، بعد پروندهتون میره دست وکیل مهاجرتی که میخواد اقدام کنه، اون موقع باید سه سالتون گذشته باشه. اون سه سالم برای ایتو از اویگونلوک بلگسی نیست، از زمان تاییده، از تو ادولتتون میشه ببینید که کی تایید شد. نه نه همون زمان تاییدم 10/2021. شما برج 10 سه سالتون پر میشه دیگه. برج مثلا برج 10 سه سالم پر شد. آره. بله بله برج مثلا 5 6 اینا شروع کنید میرسه به همون زمان میرسه. ولی اگر یعنی من دو ماه دیگه دو ماه دیگه استارتو با شما بزنید. میتونید بیاید جلوتر صحبت بکنید، بعد ما الان داریم همین. تقویم گذاشتیم. یه شنیده دیدم من، چون هر روز من در واقع پیج شما رو لحظه‌ای دنبال میکنم، $200,000 که فرمودید که اگر سرمایه گذاری بشه نیاز دیگه به حضور نیست در واقع. ببینید من فقط میخوام اقامته رو بگیرم که 5 سالشه، چون پسر اینجا داره در دانشگاه میخونه، میخوام ببینم اگر مثلا $200,000 ما سرمایه گذاری کنیم دیگه احتیاج خودمون حتما باید اونجا باشیم یا نه. پسرتون تو ترکیه دانشجوه؟ بله بله. خب ایشون وقتی که تموم بکنه میتونه یه پذیرش فوق لیسانس بگیره آمریکا بره دیگه، اصلا نیازی نداره با ایتو شما بیاد با ما اقدام کنید که. یعنی رو پسرم اقدام نکنم؟ نه منظورم اینه که شما اگه برای خودتون میخواید مشکلی نداره بیاین، ولی خب اگه برای پسرتون دارید برنامه ریزی میکنید پسرم، خب چرا این همه هزینه کنید؟ ایشون میتونه دانشجویی بره دیگه. آها یعنی با ویزای دانشجویی بره برای کارشناسی. من مشتری پرونم و الان همکارام احتمالاً طولای بستم میگم نه ما که
صبح 100% میخوایم این کارو کنیم. من چون در واقع خب تو استانبول هستم و بیزینسم اینجاست، ولی میخوام اونجا رو داشته باشم برای آینده در واقع پسرم که از اینجا بره، یعنی نمونه اینجا. خب برای پسرتون بالای 21 ساله؟ نه نه، زیر 21 ساله، تازه امسال تیر ماه میشه مثلا 20 سالش. خب اون با همراه شما میتونه اقدام کنه ایتونو داشته دیگه باشه. همونو میگم که با همراه من و خانومم ما اقدام بکنیم، ویزامونو بخوایم بگیریم، اعتبار بعد که زیر 21 سال بهش میدم، بره بالای 21 سال دیگه باش کاری ندارن دیگه، چون زیر 21 سال گرفته. نه دیگه، وقتی بالای 21 سال شد از ایتوی شما خارج میشه. خارج میشه. خب چه حالتی براش پیش میاد؟ هیچ دیگه، اون چیز نداره دیگه، باید دانشجویی چیز دیگه ای بگیره، یعنی استاتوسش رو باید عوض کنه، تغییر بده. ولی من خودم تا زمانی که اون بیزینس 200,000 دلار رو دارم، خودم و خانومم داریم تا 5 سال. بعد از 5 سال که فرمودید منجر به گیرین کارت میشه، درسته؟ میتونیم این کارو بکنیم که یه بیزنسی رو بخریم، شما 50-50 با پسرتون شریک باشید. یه بیزنس مثلا 200,000 دلاری رو بخریم برای شما، الان ایتوتون رو بگیریم، بعدا پسرتون که بالای 21 سال شد 50% رو بدیم به پسرتون، پسرتون هم ایتو کنیم. اینم یه راهشه. ولی نمیشه از اول همین کارو بکنی 50-50. آخه الان زیر 21 دیگه، الان زیر سن قانونیه، فرد مستقل نیست. میشه. بس میشه زمانی که 21 سالش شد 50-50 بکنیم که دیگه ایشون هم ویزای ایتو رو داشته باشه، حالا درسش رو میخواد اینجا بخونه بعد بره اونجا دیگه، بس مشکلی رو این قضیه نداره. فقط یه چیزی منو خیلی نگران کرد، سوالتون ببقید. ما در جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران خدمت کردیم، اواخر جنگ تحمیلی بود و تموم شد، ولی کارتای پایان خدمتمون که گرفته شد هیچ جایی رو این مثل شده این کارت ملی دیگه، هیچ جایی رو کارت پایان خدمت اشاره نشده که در سپاه ارتش. اونا از شما میپرسن وقتی سفارت میرید، میگن کجا خدمت کردی. خب راستش بگین، اگر دروغ بگید و اونا به اندازه‌ای وارد هستن که در میارن، نمیدونم اون چی میگن، روی چیپستا نشون میده یا چنین چیزی واقعیت داره، واقعا نمیدونم، ولی میدونن، میفهمن، وقتی بفهمن کل هزینه‌تون هدر میره. این فهمیدید که آره دیگه، این اگر بگیم، اگرم میگم یه چنین موردی، ببین تنها آپشنی که داری اینه که دروغ بگی، و اینم ریسک اینو داره که متوجه بشن، ولی معمولا ما توصیه میکنیم که هیچ وقت مثلا اطلاعات غلط ندید، چون واقعیت ها رو وقتی میگید اونا خودشون اهل درکن و رعایت، ولی در مورد این مورد خاص واقعیت رو بگید نمیدونم، بنابراین اصلا اپلای نکنیم بهتره برای شما. خب من اگر این سیستم رو بذارم رو خانومم در واقع بیزینس رو بگیره، پرونده رو روی ایشون تشکیل خب بدیم. به ایشون میدم، من به شما نمیدم دیگه. آها، یعنی باز همون داستانه هست. یعنی متاسفانه اینجور افراد اگر حالا تو لایو هم هستن یا بعدا مراجعه میکنن، اگر خدمت کرد ما خودمون، ببین ما واقعا ترجیحمون اینه که، یعنی اگر شاید جای دیگه ای بود الان 1,000 تا پرونده رفت، ما خودمون خیلی مته رو خشخاش میذاریم کسی رو بگیریم که موفقیت آمیز باشه، برای همین صرفته باشه که کار انجام، ترجیح اصلا نداریم که من مثلا از شما بیام 50,000 دلار بگیرم مثلا که بعد 10 ماه بعد بهت بگم آقا نشد، مثلا چه چیزیه، چه کاریه، این قشنگ نیست این کار. بریم یه دور تو ارتش خدمت کنیم برگردیم، یه دور دیگه رو برو ارتش خدمت کن بیا. من حضورا خدمتتون میرسم، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از پاسخگویی، زنده باشید، خواهش میکنم، شب عالی بخیر، خدا نگهدار. دوستان ما اگر میریم یه مقداری راجع به ایتو و ویزای آمریکا اینها صحبت میکنیم، صحبت از تراکنش بانکی شروع میشه و به اونجاها میرسه. به بزرگی خودتون ببخشید، من جبران میکنم براتون انشالله در ادامه لایف که الان فکر میکنم یک ساعت رو گذروندیم. من برنامه ریزیم روی یک ساعت بود، ولی به خاطر این اطاله کلامی که صورت میگیره تا زمانی که شما بیدارید خدمتتون خواهم بود. سلام، وقت بخیر. درود بر شما، زنده باشی. جناب خدا دادی، یه سوالی داشتم. بفرمی. من اقامت یک ساله دارم، حدودا 4-5 سالم تو زراعت بانک حساب دارم. الان که تو لایو نگاه میکردم شما گفتین کردیت کارتو با بلوکه بگیرینم باش کار کنیم، فردا واسه ویزای کشورهای دیگه شاید به دردتون بخوره. آیا من با بلوکه کردن مثلا حساب میگیم 1,000 دلار بلوکه کنم، کردی بگیرم، خریدای روزانه‌مو، یعنی خریدایی که میخوام 10,000 لی 2,000 لی 3,000 لی خرید کنم،
آیا این به نفع من هست که این کار انجام بدم؟ نگاه کنین، من اگر تصحیح کنم، اگر گفته باشم که ویزا یه اشتباهی رخ داده، شاید لفظی گفتم، به ویزا خیلی کمک نمیکنه، ولی توی وقتی سفرهایی که میرید اونجا استفاده، ولی به فیندکس ریپورتتون کمک میکنه برای وام گرفتن از بانک ها و اینجور چیزها. اگرم فیندکس ریپورتتون رو پرینت بگیرید بذارید توی مدارک ویزاتون، ممکنه که یه ساپورتینگ داکیومنت باشه، ولی به خودی خود مثلا سفارت آلمان نمیره ببینه که مثلا شما درجه اعتباریتون چقدر اینا. خب اینو داشته باشید. بله این چیز خوبیه، شما $1000 برید بلوکه کنید، $1000 لیمیت بگیرید، اینو هی خرج کنید، بذارید براتون لیمیت چیز ایجاد بشه، پرونده اعتباری فیندکس خوب ایجاد بشه، چیز خوبیه در ترکیه. مثلا به عنوان مثال، من اون زمانی که با بلوکه خودم کارت دریافت کرده بودم، وقتی که رفتم یه خودرویی رو اجاره کنم توی وان، طرف رفت و نگاه کرد به ریپورت فیندکس، هم گفت رابطتون با بانک خیلی خوبه و یه ماشین خیلی گرون قیمت رو میخواستم اجاره کنم، به خاطر اون به من داد. و افراد خارجی مثلا نمیدم، میگن که خب میره خراب میشه فلان، بعد نمیتونیم در نگاه کردید که آقا درجه اعتباریم خوبه تو بانک، خسارتی اگه بشه مثلا میتونم پرداخت کنم اینا. تو این جور موارد مؤثره ریپورت فیندکس شما توی یعنی درجه اعتباری تو بانک دیگه، تو سیستم، تو همه بانک هم با هم دیگه میبینن اینو. از این جور جهت ها بله مؤثره و چیز خوبی اگه برید دریافت کنید. و با کارتی که داریم تو اروپا آمریکا میشه با آتمه از اونجا پول، باید با کارت معمولی یا کارت که الان داریم تو دستمون میتونید دریافت کنید. ولی یه چیز خنده‌دار بهتون بگم، چون لیمیت برداشت بچه نمیدونم زراعت بانک چقدر الان، 5000 لیره، 5000، آره همینو میخواستم، 5000 لیره بخواید برید برداشت کنید میشه در حد مثلا $200 $200 روزانه. معادل اونو میتونید برداشت کنید. آره برای رفع نیاز خوبه، ولی خیلی چیز نیست. این لیمیتش هم نمیشه بیشتر کرد، یعنی نمیشه، ولی کردیت کارت داشته باشی میتونی بری بزنی تو کردیت کارتت، لیمیت کردیت کارت رو بیشتر کنی، همونقدر برداشت کنی، چون کردیت کارت لیمیتش نامحدود، تا جایی که لیمیت داره میتونی بگیری. خیلی هم من و زنده باشین. استفاده هم میشه کرد توی اروپا، آمریکا، کانادا، تو همه جا قابل استفاده است، هیچ مشکلی هم نداره. بس من کردیت کارت به این چیزی رسیدیم که کردیت کارت بگیرم با بلوکه هم حتی بگیرم به نفع من هست. بله 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 خیلی خوبه. خیلی ممنون، زنده باشین. زنده باشید، شب عالی بخیر. همینطور، خدافظ. خدا نگهدار. خدافظ. بریم سراغ دوستان دیگر. من قبلا های خودی اگر می دیدید که انرژیم زیاد بود به خاطر جوونی بود، یه خورده پیر شدیم، سنمون رفته بالا، ولی خب سعی می کنیم که روزگاری داشتیم ما دوستان قدیمی. درود بر شما. درود آیدا، خوبی؟ احوال شما چطوری؟ خوبی؟ دیدم دیگه همه تصویر ندارم، گفتم حداقل من با تصویر بابا با تصویر بیا چه کاری، ما که کارمون مشخص چیزمون، هر کی هم میاد اینجا خوش تیپ میبینیم، انرژی میگیریم. شما سلامت باشید. من یه سوال داشتم، زراعتمو بستم، فکر کنم به خاطر این بوده که از بایننس خیلی استفاده میکنم، الان اپلیکیشنمو بستم. ما این همه کارت اینجا میگیم، چرا میری از بایننس اینجوری به حساب مستقیم میزنی تو حساب؟ بعد تقل با این پاپارای چیزی با اینا کار کنید که حساب خودتون برا رو قبول نمی قبول نمیکنه. آره فقط مثلا باید بانک باشه دیگه، ما مجبوریم واقعا، کارمون همینه. من یعنی 4-5 سالم باهاش کار میکردم، حالا یه جورایی هم کم انتقال میدادم که چیز نکنه، ولی بالاخره مثل یکی چیز داد. الان میخوام یه حساب دیگه باز کنم، یعنی باز همه بانک همه مشکل رو برام پیش میاد. اقامت دارید؟ توریستی هم. توریستی. آخه بانک دیگه الان کدوم بانک حساب باز میکنه؟ مگه با ایش بانک و اینها بری ثبت آدرس داشته باشی باز کنی؟ ولی اینجوری بی محابا کار کنی اونم میبنده دیگه. برو رو آپشن وایز. چه کاری انجام میدی؟ ارزهای دیجیتالی رو کار میکنی؟ فرکسیونا کار میکنم دیگه، مجبوریم برداشتمون رو بزنیم به بایننس دیگه، اونجوری با نقدش کنیم، یعنی راه دیگه ای نداره. راه دیگه داره، مثلا تتر کنی بعد تو کاپال چارشی نقد کنی، تو حسابت نیاد. خب اینم دیگه خودش دردسری. آخه میگم که درآمدمون اینجوری نیست که من بخوام ماهی یه بار این کار انجام بدم، شاید من هر دو سه روز یه بارم من مثلا برداشت کنم. داره هفته یه بار برو کپال چارشی بگیر دیگه، با بچه های ارز دیجیتال ما صحبت کن،
با بچه های ارز دیجیتال ما صحبت کن، تته رو بده بهشون، بعد بگو که مثلا من میام نقدی میگیرم یا تو زراعتم شما بریزید. این دیگه از بایننس و اینا نیست، مشکلی پیدا نمیشه. آره اینم. یا با کپال چاشی نقدی دریافت کنیم. اصلا با بچه های ما کار کنی، میتونی بزنی هفته‌ای و هر زمان که فرصت داشتی بیای بگیری. یعنی هماهنگ میکنی، باید برات نگه میدارم مثلا 10 روز یه بار، 15 روز، هر زمان که لازم داشتی بیای بگیری. اگرم نبود بگید که حالا مثلا بزنید به این حساب زراعتم، به حساب دوستم مثلا بگو بزن میزنیم. به خاطر اینکه اینجا الان بایننس و اینها به حساب خودت باید واریز کنه دیگه. ولی اونجوری حالا مثلا یکی از دوستان بود اینجا اومده بود، مادرش یه بار اومد اینجا براش حساب باز کرد با حساب مادرش و حساب برادرش اینا کار میکرد. یعنی تو یه دونه میزد به حساب مادر و یه دونه حساب به حساب برادر، یه دونه به حساب خودش. یعنی چون بایننس میزنه فقط به حسابی که هم نام مال خودت باشه، به حساب مادرت بگی بزنه نمیزنه. ولی خب با این کاپال چرشی یا بخش ارزهای دیجیتال ما واریز میکنیم، میگید به حساب مثلا این خانم بزن، این آقا بزن، ما میزنیم. اون یه راهشه، یه راه حل خوب. راه حل دومم میتونید چیز کنین، حساب شرکتی باز کنید توی بایننس. اگه بگید اینو بعد تحقیق کن، من خودم چیز یعنی کار نکردم با بایننس اینو، بیای برات یه دونه حساب یعنی چیز توی استونی برات شرکت ثبت کنیم، حساب بانکی باز کنیم تو استونی، حساب شرکتی. منتها اونجا مالیات کم میشه، بین 14 تا 20 درصد مالیات باید پرداخت کنی. اگه اینو مشکل نداشته باشی، اینم یه راهشه که میتونی بزنی به اونجا، از اونجا مثلا دریافت کنی. حتی وایز هم تا جایی که من میدونم آپشن ارزهای دیجیتال داره. اگه بتونی به وایز منتقل کنی، از وایز بزنی به حساب لیریت، اون باز هم اوکیه. به خاطر اینکه از یه حساب بانکی مشخصی میاد تو حساب زراعت، اونجا میتونید مثلا وایز به وایز بزنی، مثلا برای اون کس دیگه ای که گفتم که به حساب مثلا برای مادرت و برای برادرت، بر هر کدومش یه وایز بسازی توی تلفن دیگه، از وایز خودت بزنی به وایز اون، بعد بکشی تو حساب ایشون. یعنی همچین تعددی اگر ایجاد کنی، خب دیگه فشار به یه بانک نمیاد دیگه. بانک وقتی میبینه مرتب چیز میکنه، حالا یه ماه دو ماه یه بار اتفاق بیفته بسته نمیشه. ولی آسون ترین و راه حل بهتری که میتونم بگم، البته یه مقدار کارمزدم بهش میخوره، استفاده از شرکت های دیگه است، مثل ما و توی صرافی های کپال چارشی. خودم همین نظرم بود، گفتم حالا اگه بشه هم با یه جای دیگه کار کنم، این که دو تا حساب داشته باشم. این زراعته رو میتونم مثلا بزنم بهش واریز کنم، ولی مثلا بخوام برداشت کنم و برم 5000 لیر از دستگاه بگیرم، بخوام بذارم بگیرم که دیگه نمیده. چرا از شعبه میتونی بگیری دیگه؟ از شعبه که میشه، ولی مثلا دیگه وقتی هست که میخوام برم مرتب بخوام بگیرم، اینجوری دیگه نهایت 5000 لیر میده. حالا گفتم اگه بشه یه حساب دیگه باز کنم، چه بانکی پیشنهاد بدید که من بتونم باز کنم؟ نفوس و اینام اوکی کجا دارم. ساکن هستید؟ مجدیه‌کوی. مجدیه‌کوی ساکن هستی، اگر نفوستون ثبت شده هستش باز میکنه. شعبه لونت برید مراجعه کنید، باز میکنه پشت بانک ملت. آها کدوم بانک؟ بانک ملت استانبول. بلد این کجاست؟ آره. تو لونت بدم میگم کدوم پشت اون یه دونه شعبه هست، اونجا باز میکنه با اگه ثبت نفوس داشته باشی. مثلا چه بانک؟ ایش بانک. با کیف کدوم بانک؟ ایش بانک. باش دست با کیف هم اگه ثبت آدرس داشته باشی باز میکنه. شعبه مجدیه‌کوی اینا با ثبت آدرس و اقامت اینا داشته باشی باز میکنن. با کیف راستش رفتم یه شعبه اینجا، بعد گفت 3600 تا مصرف میگیرم ازت، بعد گفت کیملیکمو که بهش دادم گفت ایرانی هستی، گفت دلار اینا بد نمیدم. گفتم نمیخوام دلار اینا. گفت اپلیکیشن هم بد نمیدم. گفتم به چی بد میدید؟ گفت یه کارت فقط برو... میدم. گفتم نه چیز برو واکیف شعبه بشیکتاش برو. شعبه بشیکتاش باز میکنه. شما آدرس داری؟ کیملیک هم داری؟ ترای باید بکنی. بعضی شعبه باز میکنن، بعضی باز نمیکنه. یه چند شعبه برو، اونایی که توی حالا مناطقی هستن که ایرانی ها توش زندگی میکنن یا تو کوچه ها هستن، توی خیابون اصلی نیستن، اینا باز میکنن. مرسی آرمان، مایتون خیلی لطف کردید. قربان شما، موفق باشید. قربان شما. من یه ارادت خاصی به دوستانی که ارز دیجیتال کار میکنن دارم. یه خودم از این کارا خوشم میاد، به خاطر همین دوست دارم که راه حلایی که لازم هست بهشون بدیم برای کاری که انجام میدم. و مخصوصا هم الان که اوضاع اقتصاد کار کاسبی چیز هستش، این دوستان به هر حال یه دریچه درآمدی دارن و چقدر خوبه که برای همین اصلا ما توی شرکتمون یه قسمتی رو به عنوان دیجیتال کادر رو ایجاد کردیم.
دو سه تا از دوستان برنامه نویس اونجا هستن، هم کارهای گلوبال کادر رو انجام میدن. اگر کار برنامه نویسی، وبسایت طراحی، وبسایت بس کردن درگاه بانکی به اینها داشته باشید، بحث فناوری دیجیتال کادر میتونه به شما کمک بکنه در این زمینه. خانم لایا رو من دعوت میکنم، چون از خانم ها هیچ دعوت نکردیم قبلا، ما یه خانم یه آقا دعوت میکردیم و تایید نمیشه، نمیدونم اینترنتشون ایراد داره. حالا من یه آقا نویدی هم هست، ایشون هم دعوت میکنم. حالا هر کدوم که وصل شدن میان، شاید هم دوتاشون با هم بیان که بالاخره دیگه هرچی قسمته انشالله. درود بر شما. شما آقا نوید هستید؟ بله. شبتون بخیر. شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم. یه خانمی هم بود که من دعوت کردم، فکر کنم ایشون جوین نشد یا قطع شد. حالا اگر خواستن دوباره درخواست بدن، چون خیلی وقته تو نوبت بودن. در روز زن و فردای روز زن ما حقوق زنان رو اگر اهمیت ندیم، فردا تو خونمون رامون نمیدن. با اینکه گذشته روز زن رو تبریک میگم خدمت همه بانوان ایرانی. بله، متشکرم. خواستم خدمتتون بپرسم که من علاقه از وایز استفاده میکنم، خیلی واقعا اپلیکیشن خوبیه. مرسی که حالا به همه عزیزان معرفی کردید. گفتید در رابطه با حساب ایندیویدوال بیزینس سوال داشتم، اگر حساب بیزینس داشته باشیم مالیات هم بهش تعلق میگیره یا خیر؟ ایندیویدوال و بیزینس یه حالتیه که وقتی که یعنی بحث مالیاتش، نه مالیات تعلق نمیگیره، من هر دوتا رو دارم. ولی احمد اسکندری توی دیجیتال کادرو خیلی خیلی توی این موارد وارده. اگر یه زمانی گذرتون افتاد به دفتر ما، حتما با احمد اسکندری مشاوره بکنید. هزینه اینا نداره، یعنی یه ملاقات بکنید، باهاش صحبت کنید، ازش استفاده کنید دانشش. ایندیویدوال شخصیه، یعنی شما پرداختهای شخصی رو میذارید. ولی وقتی که بیزنس باشه، باید یه اینوایسی صادر بشه. یه تفاوت اینجوری داره از نظر ترانسفر و از نظر مالیات اینها. نه چیز نداره. من برای خودم هم ایندیویدوال باز کردم، هم بیزنس باز کردم. سری قبل با حساب ایندیویدوالم زدم با آمریکا، قبل از اون یه بار احمد اسکندری هم اپلیکیشن منو استفاده کرد با بیزنس هم زد. فکر نمی کنم تفاوتی ندیدیم ما، یعنی شرکتی یا چیزی باشه. چطور آقای خود لیمیت های ایندیویدوالش بشه صورت؟ چیزی که من میدونم زیر 10,000 دلار اینا هستش، یعنی بالاتر از اون من نزدم، چون هزینه های کلاینت ها رو من با آمریکا میزنم که مثلا یکیش به وکیل، یکیش به مشاور مالی، یکیش 2000 دلار، یکیش 3000، 5000 دلار، اینجوریه. نداشتم بالای 10000 دلار، ولی لیمیت ایندیویدوال کمتر از بیزنس باید باشه. فکر میکنم یه تفاوتش روی بیزنسش هستش که دقیقا... با این حساب ما ببخشید میپرم سوال. اگر احمد اسکندری تو لایو هستش، اگر میتونه، نمیدونم صدای ما رو میشنوه یا نه، اگه خوابیده باشه، اگر احیانا اگر تو لایو هست احمد درخواستش رو بده. اگر دوستان دیگه از بچه دفترم تو لایف هستن، به احمد یه زنگ بزنن، بهش بگم بیدار شه بیاد تو لایف توضیح بده. سوالتون رو بفرمایید اگر اومده. پس با این حساب ما نمیتونیم در واقع اینکام هایی که حالا مثلا از حالا شرکت های دیگه داریم تو خارج از کشور به حساب ایندیویدوالمون نمیتونیم بزنیم با این حساب؟ چرا نمیتونید بزنید؟ بله بله. یعنی میتونیم بهشون حسابمون رو بدیم، حالا هر مبلغی بود بزنن به وایزمون، درسته؟ اگر با وایز کار میکنن دیگه، این بستگی داره کدوم کشور کار که. مثلا آمریکا خراحتی با وایز کار میکنه، همه ماشنا هستن، بیلی هم که صادر میکنن میگن از طریق وایز بزنید، خیلی معموله. ولی خب ممکنه شما یک کشوری برید کار کنی که اصلا وایز رو نشناسن، بستگی داره. من الان بین ایرانی ها تو ترکیه میبینی که خیلی کم الان داره تازه معرفی میشه، ولی ترک ها خب بیشتر میشناسن رفته رفته. تو کشورهای مختلف هم همینطوره. من فکر نمی‌کردم که طرف مقابل هم حتما باید وایز داشته باشه. یعنی اگر حساب شرکت، یعنی اگر حساب مثلا طرف اصلی از بانک مثلا بزنه به حساب ما، غیر قابل رسیدنه، درسته؟ یعنی وایز نخواهد شد. نه وایز میشه. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینجا اینه که شما اگر از وایز می‌خواید به جایی حواله کنید به یه حساب بانکی، میتونید از وایزتون حواله کنید به حساب کارای شرکت در آمریکا. این به سر جای خودش هست. ولی از وایز میزنید به وایز اون شرکت، اون شرکت بهتون وایزشو میده، در واقع حساب وایزه. شما فکر میکنید حساب بانکی، بعد میکشه به حساب بانکیش. وایز... ولی اینطوری نبودش. من مثلا به سوئد زدم، ایشون حساب اصلی خودشو داد مثلا تو سوئد. من بعضی اطلاعاتشو وارد کردم.
مثل وسترن یونین، نمیدونم آشنایی دارید با وسترن یونین؟ بله. بعضی بانک ها سیستم وایز رو داخل خودشون پذیرفتن. میدونید شما در واقع همونجا هم میزنید به وایز اون بانک و وایز از وایزش میکشه، ولی شما متوجه نمیشید، فکر میکنید به حساب بانکی زدید. در حالت کلی وایز سیستمی که با خودش داره کار میکنه، ولی ما که مثلا به هم دیگه داریم میزنیم، پولو داریم میزنیم، باید وایز داشته باشیم که بزنیم به وایز، چون از وایز میتونیم به حساب همون فرد به اون نام بکشیم. چون خیلی که راه حل خوبیه واقعا. من چون خودم با پراپترم کار میکنم، در واقع شغلم تریدریه، خواستم ببینم که چون همیشه بخش حالا تتر رو دریافت تتر رو میگرفتم، خواستم یه بار تست بکنم ببینم مثلا میتونن به وایز من بفرستن مستقیم. برای همین پرسیدم از حضورتون. اونا میتونن بزنن چون که سیستم بانکشون با وایز اینتگره است، به خاطر اونه. ولی مثلا آقای حسن علی مثلا نقی‌زاده توی همون کشور اگر میخواد بزنه از حساب خودش به وایز شما نمیتونه، باید اول بریزه تو وایزش، از وایزش بزنه به وایز شما که از وایز شما واریز بشه به وایز. یعنی وایز به وایز باید این اتفاق بیفته. هر کسی هم از بانک خودش به وایز خودش باید هم نام باشه. من یکی دو بار با حسابای مختلف به وایز خودم تست کردم، حتی از نام ایرانی به وایز ترک هم زدم نرفت، با اینکه یه نفر بود این کارو میکرد، ولی خب چون نمیشناخت متفاوت بود اسما، به خاطر همین نزد. حالا ببخشید بازم چون حالا این سوال اقامتی و اینا هم بودش، گفتم منم یه سوالی از حضورتون بپرسم در رابطه با اینکه ویزای ایتو رو حالا مطرح کردین و اینا. اگر فردی طی مدت 5 سال اقدام بکنه برای شهروندی، آیا اون هم وقتی که پاسپورت بگیره باید مجدد 5 سال صبر بکنه یا نه؟ اونایی که از طریق خرید ملک میگیرن باید صبر کنن، ولی اونایی که از طریق ازدواج یا دانشجویی و غیره میگیرن، اونایی که با خرید ملک هستن باید چیز کنن، چون میپرسن شهروندی رو از چه طریقی گرفتید. اونجا یه خلای قانونی چیزه، باید به نظر من اصلاحش بکنن. شما از طریق ماندن گرفتید، از طریق ماندنه، ولی چون ماندنتون از طریق خونه هستش. این یه کیسی بود با یه خانمی که ما 3-4 ماهی با هم دیگه راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم که آخر سر پرونده‌شون رو در شرف استارت زدن بودیم گرفته بودیم. وکیل آمریکایی گفتش که اینو من قبول نمی‌کنم، به خاطر اینکه چون از طریق خرید ملک به مدت 5 سال بوده، اون ویزدوم منطق آمریکایی اینو نمیتونه بفهمه که این از طریق سرمایه گذاری نیست. فکر میکنم اینم یه نوع سرمایه گذاری، بعد میاد فیلیر میشه، برای پرونده ما خوب نیست، این نگیریم. و خیلی هم شاکی شد که آقا این اصلا اونجوری نیست، ما سرمایه گذاری نیستیم، ما از طریق، میگفتم برای من کاملا مشخصه شما از طریق ماندن گرفتید، ماندن در یک آدرس، ولی خب این لجسلیشن آمریکایی نمیتونه بفهمه، درک کنه، نگرفتیم. درست. ولی اون کسایی که با اجازه کار میمونن یا از طریق ازدواج شهروندی رو میگیرن، اونا نیاز نیست 3 سالشون بگذره. درست. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما دادین. شب خوبی دارید. شما شب عالی بخیر. خدا نگهدارتون. آقا نوید عزیز، اگر خانمی که بودن دوباره درخواست داده باشن که فکر میکنم دیگه خوابشون برده، به جاش خانم بهار هستن نائب الزیاره، در خدمتشون هستیم چون درخواست از خانم ها کم داشتیم. درود بر شما. درود بر شما سرکار خانم، اگر صدای من رو میشنوید. درود، بفرمایید. درود به شما جناب دکتر خدادادی. درود بر شما، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. من یک سوال داشتم، البته سوال من مقدار خب پرایمری تره دیگه، ابتدایی تره، چون موقعیت ما یه مقدار موقعیت خب ابتدایی هستش. ما تازه اومدیم به ترکیه با همسرم، یه حساب بانک زراعت داریم، ملک تازه خریدیم، هنوز به صدا اقدام کردیم برای کیملیک، ولی هنوز در واقع خب هنوز داریم در شرفشیم دیگه، هنوز کیملیک هم دریافت نکردیم. سوالی که من داشتم، خب یه مقدار خب سرمایه‌مون خب مونده در بانک، ما الان فکر می‌کنم برای خرید ملک الان مقداری خب در مرز هستیم، ممکنه ملک خب مناسب پیدا بشه، ممکنه حالا نشه. من می‌خواستم در مورد خود بانک‌ها صحبت کنم، در حال حاضر بهره‌های بانکی به چه صورتی هستش، حداقل تو حد اکثر بانک‌های مختلف، حالا از اول بانک زراعت رو قبل از همه
سوال بکنم. این اولین سوالم هستش. بانک زراعت به سپرده های لیری الان 8% سود میده، منتها یه روش هایی دارن که مثلا بانک باکیف الان چیز کرده که میگه مثلا تا 17% میدم با یه عقود یه چیزایی که نمیخوان که مثلا حالا اون بحث بانک مرکزی دور بذارن، ولی از اختیارات خودشون استفاده میکنن. ولی یه حساب سپرده یا پولتون شما باید بعدها بخواید برای خرید ملک استفاده کنید، باید دلار باشه یا یورو نگهداری کنید، چون که ضرر میکنید. بنابراین بهتره که مثلا به عنوان مثال اگه 100,000 دلار الان دارید، مراجعه کنید به بانک و این رو به مدت 3 ماه کور کرومال مبادلات حساب باز کنید، یعنی ایندکس شده به دلار، و بگید که من در سررسید پولم رو دلار میخوام. الان این حساب های سپرده ایندکس شده به دلار رو جوری کردن که شما دلارتون رو دریافت میکنید، دلار شد 25 لیر هم شد، شما بهتون همون مقدار دلارتون رو بهتون میدن، یعنی ضرر نمیکنید به خاطر سود سپرده، و در مقابلش یه سود 5% هم مثلا بهتون میدن، 6% هم بهتون میدن. این بهترین حالتی هستش که شما میتونید استفاده کنید، چون حالا سود لیریتون رو دریافت میکنید هر چند کم، ولی ارزش دلاری پولتون هم حفظ میکنید. فردای روزگار هم که خواستید که ملک بخرید، شما باید دلار دو ظالم بلگسی باید بگیرید دیگه، پولتون دوباره دلار میشه بدون هزینه، میتونید اینو دو ظالم بلگسی بگیرید و ملکتون هم بخرید. خب اگر جان دکتر، اصلا اگه نخواهیم ملک بخریم الان با مثلا با یه پولی فرض بکنین حالا اصلا 500,000 لیر تا 1,000,000 لیر، اینو بخوایم به صورت لیر در بانک باشه حساب بلند مدت، من توصیه نمی کنم این کارو بکنید، چون لیر ارزشش رو از دست میده، هر چقدر که بانک بهتون سود بده شما همونقدر دچار ضرر میشید. من توصیه من این نیستش که لیر رو سپرده کنید در بانک، این ضرر. آها، یعنی همیشه تبدیل بشه به دلار و یورو. یورو که تبدیل معمولا همون دلار دیگه، فرقی نمیکنه، یورو هم باشه میشه، ولی یورو داشته باشید، سپرده ایندکس شده به دلار کنید یا به یورو کنید، بهش بگن کور کرومالو، یعنی محافظت میکنه در مقابل تلات و مایه. مخصوصا بعد از انتخابات ما یه جهشی رو توی ترکیه پیش بینی میکنیم، یعنی حداقل 22 23 رو داریم، شما دعا کنید 25 و 30 نشه دلار تو ترکیه، یه جهشی. الان دولت به صورت دستوری نگه داشته که نتایج انتخابات در بیاد اینها بعدن چیز کنه، اون موقع است که شما خیلی ضرر میکنید، یعنی میاد میبینید که مثلا 30,000 لیر من سود گرفتم، از این ور اگه بخوام همین یورو رو همین دلار دریافت کنم باید نمیدونم 100,000 لیر بیشتر پرداخت کنم، ضرر میکنید. بهتره که اون سپرده که گفتم انجام بدید و اشکال نداره کمتر سود لیری هم بگیرید، ولی ارزش پولتون رو حفظ کنید. در اقتصادهای تورمی شما به ارز اون کشور اگر بخواید سپرده کنید، مثل ایران دیگه، الان شما برید شما ایران دیگه. شما 30% هم سود بده، شما عملا نگاه میکنید که ارزش پولت عقب تر از تورمه. بله. حالا اصلا تا زمانی که ما الان چون هنوز کیملیک هم دریافت نکردیم، تا زمانی که در واقع ما کیملیک رو دریافت نکنیم اصلا میتونیم از این شرایطی که شما گفتی استفاده بکنیم؟ این اصلا دیگه منافات نه، نیاز به کیملیک نداره این نو سپرده اصلا. درسته، این نیاز به کیملیک نیستش. در یکی از دوستان در رابطه با بسته شدن حساب ها سوال کرد، برای یکی از این دوستان پیش اومده بود، البته ایبانشون در واقع بسته شده بود تو همین بانک زراعت. چیشون بسته شده این در واقع همین در واقع این حساب اینترنتی دیگه، این در واقع دسترسی اینترنتشو گرفته بودن. بله. این رو در واقع چگونه میشه برطرف کرد؟ و این رو که دوستان البته میگن باید مدت زمان بگذره ازش و بعدا برن درخواست بدن، مثلا بعد که مدتی گذشت بانک رسن مثلا نامه بنویسه به سرپرستی که بهش دوباره اینترنت بانک بدن. باید سعی کنن بسته نشه، بسته که میشه دچار در واقع باید یه زمانی ازش بگذره بعد برن، یا اینکه برن بگن آقا چرا بستید، میگن که خب شما تراکنش مشکوک داشتین، برای تک تک تراکنشاشون دلیل بیارن، بگن اینو برای این زدم، برای این زدم، این مدرکش، بعد بهشون بدن. اینم یه من... همون شعبه، یا اینکه مثلا بانک مرکزی چجوری هستش؟ مثلا همون میرم درخواستشون رو میدم به شعبه، شعبه میفرسته به سرپرستی. بله به سرپرست. بله.
بعد به حساب بانک دیگه با توجه به اینکه حالا ما تازه اومدیم غیر از زراعت الان ما میتونیم به صدا از بانک زراعت به بانک دیگه مثلا ایش بانک و این چیزا منتقل بکنیم یا خیر شما براتون حساب باز کنیم بدون اقامت به جز زراعت بانک های دیگه باز نمیکنن پول میتونید منتقل کنید لیر میتونید بزنید ولی اینکه برید اونجا حساب باز کنید نه چون اقامت هنوز ندارید به جز زراعت بانک بله. دیگه باز نمیکنن بله اگه اقامت درستی رو از مشکلی نیست اقامتتون که بگیرید میتونید تو ایش بانک و واکف بانک هم باز کنید اونا باز میکنن بله اونجا سودش الان بهتر از زراعت دیگه درسته؟ واکف بانک یه مقداری میگم بهتر اخیراً جدیداً تحصیلاتی گذاشته بالاتر میده ولی باز هم من میگم لیر سپرده گذاری نکنید در هر صورت ضرره برای خب محض اطلاع جناب دکتر من حرفای شما کاملا درست و منطقی است ولی میخوام کلا حد اکثر الان سود بانکی کلا چقدر هستش اون چیزی که مسبب دولت 8% ولی 8% ولی بعضی بانک ها 13 14 15 16 17 هم میگم میدیم درست مدل دیگه ای سر میگیرن سپرده گذاری میکنن با کیف و اینا میگه ولی باز هم ضرری شما یعنی نرخ تورم یه حالتیه که اونم جبران نمیکنه این میدونی برای چه کاری خوبه مثلا برای منی که تو حسابم این پول میمونه فردا پس فردا نیاز دارم روزانه سپرده کنم یه روزه که بگم آه 1000 لیرم باشه خوبه من 1,000,000 لیر من میمونه تو حسابم هفته بعد لازمش دارم روزانه من سپرده گذاریش میکنم این به درد اینا فقط میخوره نه به درد کسی که طولانی مدت به خاطر این که مثلا بعدا استفاده کنه چون در دراز مدت ضرر میکنه بله بله خیلی سپاسگزارم متشکرم سلامت باشید شب عالی بخیر خدا نگهدار خب دوستان عزیز ما لایو رو 1 ساعت برنامه‌ریزی کرده بودیم ولی خب بیشتر از 1 ساعت و نیمه که من در خدمت شما هستم اگر اجازه بدید تا 20 دقیقه آینده من در خدمت تو خواهم بود اگر کسانی که سوال دارن همینطوری بیان بالا اولویت با تصویری هاست به کوشن باکس هم برسم حتما جواب خواهم داد سرکار خانم درود بر شما ما شما بله. یک بار پذیرفتیم مشتری های خانم امروز کم بودن دوست داشتیم که تعادل برقرار باشه ولی اینترنتتون ضعیف بود یاری نداد دوباره خوبی شما شبتون بخیر من به خاطر اینکه یه مقدار دیر از سر کار اومدم دیگه از اول لایوتون نبودم و شاید سوالاتم تکراری باشه البته نه تنها سوالای من سوالای چند تا از دوستامون من در مورد این اقامت امروز یکی از بچه‌ها ظاهرا با شما در تماس گرفتن یا صحبتیشون چجوری بوده ظاهرا گفتن که این تمدیدی ها رو یکم سخت میدن و ایشون خیلی استرس داشتن و به من زنگ زدن گفتن گفت اتفاقا تا رسیدم دیدم لایو دارید و گفتم چه بهتر که برم از خودشون سوال کنم که این تمدیدی هایی که مینایی که نفوذ ثبت کردن و ولی خونه به نامشون نیست با اجاره خونه میخوام مثلا سال سوم چهارمشونه ظاهرا اینا به مشکل برخوردن انگار نه نه دقیقاً برعکس حالا من که با مشتری ها صحبت نمی کنم احتمالاً با دفتر شاید صحبت کردن یا تو اینستاگرام به ادمین پیام داده باشن بچهای ما هم نمیگن سخت شده ما معمولا میگیم که چون من اینا رو هفته به هفته این سوالا رو میام میپرسم میگم یادداشت بده طبق اون جواب میدم به مشتری ها الان سختگیری توی تمدید نیست توی تاییده یعنی تایید میکنن تایید میکنن اونایی که تمدیدی هستن بار اولی ها رو دارن سخت میگیرن اونایی که ثبت حادث دارن و روال سابق نه خیلی سابق اول اونا رو هم سخت ولی الان یه مدتی که راحت کرده بودن همین باز ادامه داره دوم اینکه یکی از دوستامون هست با یه شهروند با یه ایرانی که وطنتاش ترکیه هستن میخوان ازدواج کنن سوالش این بود که آیا این دوره 3 سال و یا 5 سال باید طی کنن تا وطنتاشی خانومشون بگیره ایشون ایرانی بودن اینجا وطنتاش گرفتن و بعد الان میخوان ازدواج کنن یعنی ازدواج هم کردن بعد میخواست ببینه واقعا این 3 سال بچه دار بشه 3 سال بچه دار نشه 5 سال حقیقی این تایم حالا آقای یا خانم ایرانی بوده بعدا شهروند شده الان با یه خانم یا آقایی که شهروند نیست داره ازدواج میکنه درسته؟ بعد ایرانی آره ببین یه ترکی و یه خارجی دارن ازدواج میکنن دیگه اون حالا اوریجینش ایرانی هم باشه الان ترکه با هویت ترکش داره با یه ایرانی ازدواج میکنه حتما باید 3 سال بگذره برای خانم بشه اقدام کرد بعد از 3 سال هم 2 سال طول میکشه یعنی تاییدیهشو در نظر بخوایم بگیریم 5 سال طول میکشه که ایشون شهروند بشه یعنی از 3 سال به بعد میتونه اقدام کنه
بعد یه دو سال مدت بررسی داره، میان تحقیق میکنن، سوال میکنن و در نهایت تا دو سال تایید میکنن. ایشون بعد از ازدواجشون 5 سال بعد در واقع میرسن به شهروندی، ولی از 3 سال به بعد میتونن اقدام کنن، ولی فرزندشون نه. اگه بچه دار بشن بچهشون شهروندی رو میگیره به تبع از پدر یا مادری که ترکه، به صورت خونی ازشون میگیره. منتها داشتن بچه کمک میکنه مثلا توی به جای اینکه 5 سال تایید بشه تو بررسی اولیه نگاه کنم ببینم اینا واقعا جدا ازدواج کردن دیگه، بچه دارم شدن، الکی نیست. به خاطر همین زودتر تایید میکنم، مثلا شاید ظرف به جای 5 سال تو 4 سال تایید شه. متوجه شدم. و از بعد ازدواج هم میتونن اقامت، چون خانم خونه چیزی نداره، میتونه اقامت موقتشون رو از طریق همسرشون بگیرن. بهش میگن اقامت عائله. اقامت عائله برای کسانی هستش که همسرشون یا چالش مایزن داره یا شهروند ترکیه. این دو حالت رو بهش میگن اقامت عائله. سوال سوم سریع میپرسم که وقت عزیزان رو دیگر رو نگیرم. حسابای HSB برای این چیز انگلیسی اینو برای ایرانیان و سوریا باز نمیکنن. اینو یعنی چه راهی داره برای این حساب؟ از من میپرسید، از انگلیسی ها بپرسید یا از HSB؟ خب باز نمیکنن دیگه. میدونید مثلا شما الان یه مغازه ممکنه باز کرده باشی، بعد بگی که آقا هر چی سیاه‌پوست من راه نمیدم یا هر چی فلانی من، چون مال شخصی تونه دیگه، خصوصیه. خب اونام به خاطر اینکه سیاست‌های کشورشون یه حالتی هستش که میگه آقا اگه به ایرانی ها مثلا حساب باز کنی، شرکت‌های ایرانی چون اینا دارن تحریم و چیز میکنن، من مثلا بانک‌های بزرگ میگن که ما باهاتون کار نمی‌کنیم، اگه با ایرانی کار کنی نگاه می‌کنه مشتری کوچیک از دست بده بهتره مشتری بزرگ از دست بده، میگه باز نمی‌کنه. اینا همه به خاطر تحریم‌ها و جرایمی هستش که خب دولت آمریکا، دولت انگلیس می‌ذاره. وقتی که حالا شرکت‌های بزرگی که میبینن که اگر مثلا با این بانک کار کنن، اونا جمع میکنن از این بانک میرن، میگه آقا من مشتری بزرگم رو داشته باشم، مشتری کوچیکو حالا مهم نیست. به خاطر این خیلی از بانک ها هستن، فقط این نیست. یعنی ایران با وجود اینکه شهروند ترک هستن، تا متولد کدوم کشوری ایران رو میشنون متاسفانه درخواستشون رو همین شبه ها فلوریا و نمیدونم رد کردن، قبول نشدن. بعضی بازم میکنن، مثلا شهروندای ترکی که حالا الان تو لایومون هستن، کسایی که پاسپورت ترکیه رو گرفتن و دارن میرن تو دبی با پاسپورت ترکشون خیلی موفقن. بله. سیتی بانک برای همین باز میکنه، ولی مثلا HSBC اونجا هم میبنده. من هفته گذشته با یه دوستی بودم که تو دبی رفته بود باز کرد، چقدرم خوشحال بود. من میخواستم بیام تو لایو بگم آقا برید دبی وقتی میرید با، ولی اومد گفت بستن حسابمو. بعد سیتی بانک باز کرده بود که سیتی بانک هم اعلام کرد که مثلا، یعنی عملا این اتفاق تو همه میفته. اول اونایی هم که باز میکنن متوجه نمیشن، بعدن متوجه میشن و میبندن. بهتره که سراغ اونا نرفت. یه سری از بانکای ترک هستن که بانکای خوبی هستن، میتونین از اونا استفاده کنین. حالا بانکای خوب، آدم دیگه چند تا بانک مگه میخواد حساب داشته باشه؟ با خوب بالاخره ما که حالا 3 تا شرکت دارم، من با 2 تا بانک بیشتر کار نمیگیرم. نمیرسی چون قدرت بانکو میخوان به خاطر اسم بانکش، به خاطر که سری تسهیلاتی دارن اصرار میکنن. کویت بانک رو نمیدونم تسهیلاتی نمیده به خارجی، که شما فرض کن تو 10 تا بانک هم حساب داشتی، تو هر کدومش 1000 لیر بذاری بهتره، یا اینکه مثلا 2 تا بانک، یه دونه بانک داشته باشی که مثلا با قدرت بیشتری با اون کار کنی که به مشتری بهتری براش باشی. عملا یکی 2 تا بانک کفایت میکنه. زراعت و ایش بانک و آک بانک، آک بانک برای کسایی که شهروندی دارن، زراعت ایش بانک برای کسایی که شهروندی ندارن خوبه. حالا واکیف هم هستش دیگه، کفایت میکنه. بیشتر از این دیگه حالا مگه میخوایم چیکار بکنیم؟ درسته. بله دقیقا. و سوال آخر این که سوالای دوستان هم همه جمع شده ها، فقط سوالای من. سوال آخر این که یکی از عزیزامون خونهشون رو دادن اجاره به یه ترک هم دادن و خودش ایرانی مقیم آمریکا هستن، اینجا خونه براشون خریدیم و خونهشون رو دادن به اجاره به یه ترک. ترک اجارهشو مرتب داره پرداخت میکنه و ایشون کیمدیک ترک رو نگرفته، ترکیه رو نداره و میخواد مستاجر رو بلند کنه. مستاجر دستخط خودش نوشته که من در فلان تاریخ که سالش میشه تخلیه خواهم کرد. آیا این کاغذ حکم کاغذ تخلیه رو داره و آیا با این کاغذ میتونه مستاجرشو در واقع بهش بگه که پاشو، چون واقعا عملا میخواد خودش اینجا یه خونه داشته باشه که از امریکا میاد اینجا راحت بتونه جا ما همکار ما هستین کار فروش انجام بله تقریبا، البته که ما زیر دست شما. نه نه خواهش می‌کنم، باعث افتخاره. عرض کنم که این برگه‌ای که شما دارید میگید برگه تعهدنامه تخلیه است. حالا
بعضا فرمی آماده میکنم، یه نفر میتونه دستخطم بنویسه در همون حکم، فرقی نمیکنه. منتها شرایطی داره. ببین مثلا به عنوان مثال تو روز قراردادی که شما اون اجاره رو عقد مثلا تو 22 ماه مارچ سال گذشته بستید، اگه تعهدنامه تخلیه رو تو همون روز گرفته باشید، دادگاه بهش ترتیب اثر نمیده. چرا؟ میگن که خب شما اینجا اجبارش کرد، یعنی با این شرط قرارداد امضا کردین، باید تاریخی بعد از تاریخ قرارداد باشه. مثلا اگر تاریخ زده باشه، بله مثلا 22 مارچ قرارداد بستن اجاره دادن، ایشون مثلا دو ماه بعد از اون تاریخ زده باشه یا دو ماه بعد از اون اینو نوشته باشه، بعدش زد، یعنی 6 ماه قبل از اینکه قراردادش تموم بشه نوشتن این قرارداد. این یک دلیل و اماره هستش که برای دادگاه موثره. اگر بنا برسید به کاری که حکم تخلیه بخوام بگیرم، بله میتونن از این استفاده کنن. اجاره هاشو با وجود اینکه سر موقع پرداخت میکنه و الان سالش هم خودش 30-35% رو روش میکشه و اجاره رو دوباره واریز میکنه، و آیا میشه اینو این به نتیجه میرسه؟ یعنی اگر حکم تخلیه از طریق نوتر فکر کنم باید نمیشه برنید. نمیتونید حکم تخلیه، اگر کسی اجارهش رو به موقع داره پرداخت میکنه خودش بعد... خونه میخواد بیاد خودش بشینه تو خونه. ساب ملک خونه نداره، فقط همین یه دونه رو داره و خودش تو امریکا زندگی میکنه، اقامتش اینجا تموم شده. خب یک سال گذشته از قراردادش؟ بله هم گذشته. چقدر؟ 2 سال. خب سالگرد جدیدش کیه؟ سال که 22 دهم ماه مارت چیز شوبات دهم گذشت که شوبات گذشت داره سال بعد تا شوبات باید ایشون ساب کنه. الان ساب نه دیگه گذشت. اگه یه ماه قبل از شوبات یه اخطارنامه میفرستاد میگفت که اجاره نامتون دیگه تمدید نخواهد شد به دلیل احتیاج شخصی من لازم دارم، میتونست روند دادگاه شروع کنه، ظرف 6 ماه تخلیه کنه، ولی باید این اخطار رو قبل از اینکه سالش بشه میداد. یه ماه قبلتر، 15 روز قبلتر، باید قانونیش 15 روزه ولی مثلا یه ماه قبلتر میفرستاد. الان تمدید شده، خود به خود اتوماتیک تمدید شده، باید بمونه تا سال بعد یه ماه دو ماه قبلتر بگی که آقا من احتیاج شخصی دارم به ملکم، تخلیه باید بکنه، اون موقع تخلیه کنه. که سال بعدم بهتون بگم موقعی که بخواد تمدید بشه دیگه 25% 35% نمیتونه بذاره روش، چون دولت بعد از ماه ژوئن گفته که قراردادها دیگه 25% نیست، توافقیه. ایشون میتونه به جای مثلا چیز 2 برابر کنه، 3 برابر کنه که نتونه پرداخت کنه، اصلا تخلیه کنه. اینم یه نقطه قوت ساب ملک میشه تو این زمینه. درسته، فقط این مستاجر یکم اذیتشون کرد، گفت من تخلیه میکنم، دقیقاً چند روز مونده به تخلیه ایشون امتناع کردن و گفتن که بریم محکمه بدیم، من پا نمیشم. این دیگه... شگرد دیگه. من همیشه اگه من این دوست و هموطنمون که تو آمریکا هستش تو لایو من بود، من بهش همیشه میگم اگر کسی به شما گفتش که من تو فلان موقع تخلیه میکنم نیاز نیست اقدام کنه، شما برو اختیارتو بده. اونا شگردشونه اینو که دیگه من از بریم، یعنی همشون همین کارو میکنن، میگن آقا من تخلیه میکنم مشکلی نیست، به خاطر اینکه شما نری اختیار بدید یک سالش رد بشه نتونی کاری بکنی، شما باید بگی که ا تخلیه میکنی، آه خیلی خوب، حالا من وکیل من حساسه فلان به من گفته، من برای که دیگه بی ادبی ام نشه به خاطر وکیلم یه اختارم برات میفرستم، اشکال نداره شما حمله بر بی ادبی نذار، یه اختارم برات میفرستم با این شما که میخوای تخلیه کنی، بگیر اختارو بذار اون بعد، مثلا اینجوری باید بهش بگید اختارو بفرستی، بدون فرستادن اختار اونا اون کارو میکنن که شما اختار نفرستید. متوجه شدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. خواهش میکنم از راهنمایی شما. شبتون باشید. شب عالی بخیر، خدا نگهدارتون. ما اینجا در نوبت 6 نفر رو داریم، 6 دقیقه هم نداریم که بخوایم صحبت بکنیم. بنابراین خانم میس آتوبان، شما به شما نوبت دادیم دیگه، خانم هم اومدن، من از شما عذرخواهی کنم بمونه برای لایو بعد، و دوستانی که درخواست دادن الان یه نفر رو میارم بالا و از ایشون عدد رو میپرسیم، مثل سابق که میگفتیم یه عددی رو بگید از بالا و هر کسی بیفته تا 5-6 دقیقه آینده تا ساعت 12 ترکیه هر چند نفری که بتونیم بهشون جواب بدیم. درود بر شما، درود بر شما دوست عزیز. سلام، احوال شما خوب هستین؟ خوبم سپاسگزارم، شما خوبین؟ سلامت باشین، در خدمتتون. آقا سپاسگزار شما، صفحه خوبتون. عرضم به خدمتتون که من یه سوال کوچیکی دارم در ارتباط با نقل و انتقالات از اروپا و آمریکا به حسابای ترکیه. من به واسطه کارم امکان داره، حالا تا به حال نقل و انتقال نداشتم،
ولی امکان داره که در واقع مثلا از اروپا یا از آمریکا یورو یا دلار بخوان واریز بکنن، منتها مبالغش مبالغ زیادی نیست. مثلا شما از 100 دلار 100 یورو حساب بکنید تا ماکسیموم مثلا 2000 3000 دلار یا یورو واریز میشه حسابتون بابت کار گرافیک طراحی. این ببینید عدد مهم نیست، تعداد تراکنش مهمه. اتفاقا بدتر اینجوری که 100 تا 100 تا 100 تا بزنن. برای شما به هم بهترین حالت مقیم هستید تو ترکیه؟ بله. بعد حساب بانکی زراعت کردیت کارت اینا دارید اینجا؟ بله زراعت دارم، ایش بانک دارم. یه رای بهت میگم برو خودتو خلاص کن، برو یه اقامت استونی از این اقامت دیجیتالا که ما اعلام کرد تو پیجمون هست، پستش رو نگاه کن، تماس بگیر، اقامت دیجیتال استونی بگیر با ثبت شرکت استونی، به راحتی اینوایس صادر کن به طرف، بریزه تو حساب استونی، جمع شد مثلا 2000 یورو، نمیدونم 1000 یورو شد، بکش به وایز، از وایز هم بکش به زراعت بدون دردسر و بدون چیز دیگه. نمیدونم متوجه شدین یا نه، حالا خیلی سریع گفتم. آره اون استوری شما رو در واقع تو هایلایت ها هست مرمودین، توی پست ها اقامت دیجیتال استونیه، برید اونو ببینید اونجا تو اونو نگاه میکنن. برای افرادی مثل شماست که کار گرافیک و اینفلوئنسری و ارزهای دیجیتال اینا میکنن، یه شرکت توی فضای مجازی توی اتحادیه اروپا ثبت میکنیم، اقامت دیجیتال هم براشون میگیریم. قشنگ شما برای جایی که داری کار میکنی میگی که آقا میخوای مبلغ پرداخت کنی، میگی برات اینوایس صادر میکنم، بریز به حساب شرکتم تو استونی، میریزه به حساب شرکتت، اونجا جمع میشه جمع میشه جمع میشه، موقعی که میخوای بکشی به حسابت مالیاتش هم پرداخت میکنی، بین 14 تا 20 درصد مالیات، ارزش افزوده هم نداره، فقط مالیات بر درآمدی که اینقدره اونو پرداخت میکنی به راحتی به آسانی، از اونجا میکشی حالا مستقیم به حساب زراعتت هم بزنی، میشه، هیچ مشکلی نداره، مدارک میتونی ارائه کنی، میتونی هم با وایز بزنی بدون هیچ دردسری راحت جمع بشه، مثلا یهو 2000-3000 یورو یک بار انتقال بدی، تعداد تراکنشت بالا نره. خب مثلا اگر که چیزایی باشه که لاجرم باید خورد واریز بشه، مثلا در حد چه میدونم 300 دلار یا در حد 2300 دلار بمونه دیگه، تو حساب استونیت بمونه، جمع شه یه دفعه بزن. به این مثلا حساب پاپارا و اینا هم من دارم، به اینا میتونه واریز بشه مستقیما؟ قبول میکنن که بعضی از به غیر از اون بحث استونیت قبول کنه، یعنی میخوام ببینم که واریز میشه، میشینه میشینه تو حساب بشینه، ولی پاپارا تا جایی که من میدونم حساب لیریه، تو حساب لیری نمیشه چیز کرد، چنج میکنه خودش. مثلا من یه بار یه عدد کوچیکی رو مثلا خود یورو رو فرستادن و بعد خودش چنج کرد لیر نشست. اگر بشه بله بهتره، حالا هزینه هم نمی کنید. اگر طرف اروپاییتون حاضر بشه بزنه به پاپارا خب، اگر هم نشد این روش... همین مسیری که بهتون گفتم اقامت استوری برای کسایی که کار برنامه نویسی گرافیکی کار ارزهای دیجیتال میکنن بهترین راه همینه. هیچ جا هم شما نمیتونید این اطلاعاتی که الان هستش که حالا رو برید بگردید تو گوگل، اصلا تو سایت ها نگاه کنید، خیلی از جاها اعلام میکنن ولی هیچکی مثل ما پرکتیکال ثبت و انجامش و فلانش و کار تحویلش رو نداره، ندارن خدماتش رو. خیلی ما خیلی تحقیق کردیم، این روش خیلی خوبی، من خودم هم باز کردم، خودم بیای کارتمو بهت تو دفتر نشون میدم، شرکتم هم توی استونی زدم نشون میدم، همه اینا رو خود من دارم تو فضا. قانون مالیات یعنی تو داخل کشور ترکیه به صورت قانونی، یعنی مالیاتش هم برداشته میشه دیگه، فردا مثلا مشکل چیزی از نظر شما مالیات تو پرداخت میکنی میکشی میاری از وایز میریزی تو حساب شخصی. حالا تا قبل از اینکه اونو من باز بکنم، به این در واقع یکی دو تا دو سه تا حسابی که دارم، به اینا میشه در واقع، اینا حساب پیپال در واقع محسوب میشه؟ میتونن واریز کنن؟ با ترکیه کار نمیکنه اصلا. پیپال تو ترکیه ممنوعه، شما تلفن ترکیه رو میدی قبول نمیکنه. کدوم پاپارا اینا میگید چه پیپال محسوب میشه؟ نه نه، مثلا من زراعت بانکم ایش بانکم اینا از طریق اینا میتونم دریافت داشته باشم؟ حالا رقمای فعلا کوچیکه، تعدد زیاد باشه ریسک دیگه. وسترن یونین اگر میکنم بگو با وسترن یونین بفرستم. فکر نکنم، چون وسترن یونین باید نقدی پرداخت کنه دیگه، اونا رسمی هست، شرکت رسمی هست، نه میخوام پرداخت از حسابشون داشته باشون. آره مثلا جایزه است، مثلا جایزه چه میدونم یه جشنواره است، تتر نمیتونم بهتون بزنم؟ امکان داره بتونم
نپرسیدم. اگه با تتر دریافت کنی، تتر رو نفت کردنش باز راحت تره، خود ما هم میتونیم نفت کنیم براتون. ولی اگر رسمی از شرکتی پرداخت میکنن، روشی که بهت گفتم روش عمریه، یعنی اون بحث برای کسی که میخواد سالیان سال کار کنه بدون هیچ مشکلی. بسیار خیلی سپاسگزارم، دست شما درد نکنه، برقرار بشه. آقا قبل از اینکه بری شما. یه عدد به ما بگو که ما یه نفر از بالا از چند تا چند تا هفت یک تا هفت هفت عجب هفت بسیار خوب تا هستی آقای آرش طاهرنیا هستش آخرین نفر خارج شم. آره من خارج میکنم شما دست شما درد خواهش میکنم خدا نگهدارت خدا نگهدارت آقای طاهرنیا چقدر خوش شانسی من دیدم شما آخرین نفر بودی درخواست دادی آقا من آقا خیلی مزاحمتون شدم شرمنده مزاحمتون شدم ممنون از محبتات جناب دکتر من با فرانسه کار میکنم بعد اینا چند وقت یه بار برای من حدود 7-8000 یورو پول میزنن به حساب زراعتم تا حالا مشکلی نداشتم خدا رو شکر یعنی زراعتم هیچ دلیلی از من نخواست و پول اومد نشست و کارمزدم اصلا کسب نشده بود ولی الان من مشکلی که دارم پول به حساب فرانسه همین چند روز آینده باید بزنم حدود 120 هزار یورو باید پول نقد بگیرم از بانک زراعت برم کاپالی چارشی اونجا حواله بکنم آیا از حساب خودم حواله بکنم مشکلی ایجاد میشه من اقامت 5 سال اقامت دارم از بانک نمیتونید بزنید به عنوان شهروند ایرانی سویفت نمیذارم بزنید از کاپالی چارشی باید بزنید یعنی تنها راه همینه وایز هم که الان داشتم صحبت میکردم با این مبالغ نمیشه مگه اینکه تیکه تیکه بزنید که نه من بالاخره چون با فرانسه داد و ستد دارم هر بار حدود 150,000 140,000 یورو باید بزنم از اون برم پول میاد من برای چه کاری با فرانسه کار میکنید من کارم اسانسه تجارت انجام میدید بله برای ایران من اسانس یعنی از فرانسه میگیرم میفرستم ایران البته قبلا از طریق ترکیه این کارو میکردم یه درصدی میدادم به یه شرکتی سویچ میکرد به سمت ایران ولی الان دیگه این کارو نمیکنم به حساب یه شرکت سوری میزنم و بار تو راه سویچ میشه مدارک هم عوض میشه میفرستم ایران ولی پول زدنه یه مقداری داستان شده برای من هر بار باید برم کاپالی چارشی و این مبالغ رو بالاخره اونام کمیسیون خودشونو میگیرن. بله. گفتم از شما یه سوال بکنم ببینم اگه از حساب من داشتم فکر میکردم ببینم این بحث مثلا که شرکت تو استونی میتونه به شما کمک کنه یا نه اونم اینطوریه که شما باید پول کم کم بریزید تو حساب استونیتون از حساب استونی منتقل کنید یه شرکتی ثبت کنید تو استونی به نام اون شرکت ترخیص کنید بعد اون شرکت بفروش یعنی وقتی که بارو خرید بعد از اینکه خرید دیگه بفروشه به شرکت ترک و اینها بعد حالا اینو دیگه باز دوباره سویچ بی ال و اینجوری کارا رو انجام بدی ولی یه خورده سخته همون کاپال چارشی الان بهترین آپشنیه که شما داری انجام میدی شما که این کارو انجام نمیدی من فقط چیزایی که بلدمو میگم من فقط حرف میزنم اهل عمل نیستم من چندین بار مزاحمتون شدم واقعا برنامه خیلی خوبی دارین امیدوارم که حضوری برسم خدمتتون و باعث افتخاره که با شما ما صحبت میکنیم ما شما نفر اول از اون سه نفر خوش شانس بودید دو نفر بعدی هم باید با انتخاب شما ما انتخاب کنیم از عدد 1 تا 6 شما یه عدد رو بگید 3 1 2 3 خانم که گفتم که یه بار اومدن ایشون شدن 3 دیگه شانسشون دیگه چیکار کنیم با شما خداحافظی میکنم من الان خدمت رسیم باز خدا نگهدار درود بر شما باز میخوام آقای دکتر خیلی ممنون که قبلی کردین شانس خودتون بود من نفر سومو گفتن سوم شما بودید دیگه حالا خیلی ممنون لطف کردین با توجه به اینکه تایمم فهمون شما خیلی کم هستش تا 21 میگونه که ما اعتبار داره فکر شما بکنیم ما شانسی داریم که بخوایم اقدام بکنیم آقای دکتر یا نه ببینید باید وقت اداره ویژه بتونید بگیرید اولا اینکه انگشت نگاری الزامی شده با وکیلی که دارید کار میکنید ببینید میتونه وقت بگیره تا اون زمان وقت الان دیر میدم ولی از وقتهای همدیگه اینا استفاده میکنن یعنی همکارا میگن مثلا اشکال نداره شما این وقتو بگیر شما برو به جای چیز
وقت میگیرم، وقتا رو در اختیار هم قرار میدم. شما باید تا 20 تا قبل از 20 برید پرونده رو بدید داخل دیگه. درسته. بعد حالا اگر که انجام نشه و نتونستیم این کارو انجام بدیم با توجه به ضیق وقت، این میگه که برای مشتری داره من اینجا رو بفروشم و یه خرید جدیدی انجام بدم، مثلا به من اوگونوک میدن یا اینکه برای اوگونوک گرفتن به مشکل میخورم؟ نه چرا ندن، میدن دیگه. 400,000 خرید کنید میدن، بیایید خرید بعدیتون رو با خودمون انجام بدیم، خودمون براتون اوگونوک هم میگیریم ان شاء الله. چشم. بعد برای کنسل کردن اوگونوک چه یعنی چه مراحلی داره؟ وکیل ببین اوگونوک برگشت کنسل اینا نداره که، تایمش تموم بشه یه مدرکی بهتون دادن استفاده کردید کردید نکردید تموم میشه میره دیگه، کنسلی نداره اصلا، خودش خود به خود کنسل میشه. پس مشکلی نداره، من دوباره میتونم خرید جدید انجام بدم اوگونوک بگیرم. روی ملک دیگه ای میتونید اوگونوک برگشت بگیرید با 400,000 دلار از اونجا استارت بزنید برید. توجه شدم، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم یه عددی هم به ما بگید از 1 تا 6 بعد تشریف ببرید. 5. آقای استانبول فور کجایلی هستم. متشکرم، مرسی از شما، شبتون بخیر. باشین، شبتون بخیر. متشکرم، خدا حافظ. استانبول فور کجایلی، درود بر شما. سلام آقای دکتر. سلام، احوال شما خوب هستین؟ مرسی، ممنون. لب ساحل رفتید؟ نه، این دورین برعکس بود. خدمت شما هستم. خوبین، مرسی، ممنون. ما برای اقامت، یه اقامت هست که بعد از 7-8 سالی نفر میمونه اینجا، بهش اقامت بلند مدت میدن. اسمش چیه؟ حضور دونم وادسی بلند مدت. برای خانم هم اقدام کردیم، جون سایمیشو یعنی کازانده گرفت. بعد ما اومدیم که چیز کنیم، این سیجیل برگسی هست که از چیز میگیریم، کنسولگری میگیریم. رفتیم اونجا اقدام کردیم و اینا، خیلی طول کشیده. الان اولین سوال هم اینه که اون چقدر طول میکشه. به من گفتن 20-25 روز، الان تا حالا 25 روز شده. گفتن ایمیل میاد نیومد. نیست، مگه در ترجمه شناسنامه رو باید بگیری، سیجیل برگسی اونه دیگه، چیز دیگه نیستش. دوم برگسی باید میگرفتی، درسته؟ نه چیز عدم سوء پیشینه. آه، عدم سوء پیشینه رو برای اون طول میکشه، اون طول میکشه. یه کار دیگه میکردید، از ایران میگرفتید با تاییدیه سفارت ترکیه میآوردید میدادید. اینو نمیدونستیم. بعد چقدر طول میکشه؟ فکر کنم من 20 روز گفتم، 20-25 روز. والله الان اخیرا دقیقا اطلاع ندارم که چقدر طول میکشه، ولی طولانیه. آره، اون پروسش 1-2 ماه از ایران وقتی میگیرن. بعد آره این طول کشید. تاریخ چیز که ما می‌خواستیم برای باشپور کنیم، رفتیم توی اداره اقامه، یعنی رو به اتمام بود، رفتیم اونجا گفتیم که این طول کشیده نیومده اینا، دوباره 15 روز گرفتیم. آخر این هفته‌ای که داره میاد چهارشنبه تموم میشه. اگه ما تا اون موقع عدم سوء پیشینه رو نبریم، به من گفت که تموم میشه و اینا، ابطال میشه. نمیدونم دوباره با چیکار کنیم. چی دوباره یعنی باید دوباره یون سایم انجام بدی دیگه. بعد دوباره بهش میدن گون سایمیو یا اینکه دوباره میری اقدام میکنید دوباره انجام میدی؟ که من فکر نمیکنم چیز نکنه. این سری اگر نیامد دیگه نرید، تا زمانی که سوء پیشینه رو گرفتید برید بگید که آقای نین. اگه گفتن که تموم شده، بگید دوباره باشپوری گون سایمی ما میخوایم انجام بدیم. ها، اونایی که اینجوری اقدام میکنن بهتره که اول سوء پیشینه رو بگیرن بعد برن گون سایم انجام بدن، چون سفارت واقعا کنسولگری طول میکشه. آخه اقامت خانمم چون تموم شد دیگه اقامت نداره، یعنی ما مستقیم رفتیم برایش برای اقامت چیز. یه بار دیگه تمدید بزنید دیگه، الان احتمال داره که خب این که طول میکشه درجا نمیدن که. یعنی پس الان دوباره باطل میشه، دوباره پس من باشپور کنم؟ بله، دوباره باید یه باشپور جدید انجام بدید، بعد از اینکه سوء پیشینه اومد این کارو بکنید. باش، یعنی پس این بازه ای که الان چون تموم میشه، تا موقعی که من بخوام بزنم جریمه بهم نمیزنن که این چون اقامتم نداره؟ نه، باید خارج بشه وارد بشه، یا اینکه اقامت درخواست بدید دیگه، یه اقامت یه سال دوباره درخواست بدید تمدید. اقامت رو خودم بگیرم، من میتونم سر نمی کار بکنم. من رو اقامت کاری دارم. بعد از اون که بعد از اینکه سوی پیشین اومد، بعد برید تبدیلش بکنید به اوزون دارم. اوکی، پس اگه اینجوری شد، من دیدم تا 15 نشده، میرم رو خودم میگم میخوام اقامت بگیرم. اصلا از همین الان یه راندوی بزنید برای کسادونم بگیرید داشته باشه اقامت باش. وقتی اقامت داره بره تبدیل کنه به اوژون دارم، چه کاریه که وایستید؟ مثلا اون کار طول میکشه.
بدون اقامت نمونه، چون یا باید ورود و خروج کنه با 90 روز باشه که اون موقع فاصله میفته. بهتره که ادامهش یه اقامت یه ساله درخواست بدید، بعد در این اینکه یه سالو دارید برید برای اوزوندان هم درخواست کنید. اوکی، حالا چون اوزوندان من رو داده مشکل نداره من الان درخواست برای اقامت جدید بهش بدم؟ یعنی باشور کرد دیگه، رد شده دیگه، اصلا چیز نیست، باشور از چیز خارج شده دیگه. پس یه باشور جدید من انجام میدم. بله بله، ممنون. یه عددم به ما بگید برید برای آخرین نفر که بعد من از چند تا چند؟ از یک تا شیش. از یک تا شیش سه رو که گفته بودم. سه دوباره سه الان، سه الان با سه اون دفعه میگوه. آقای رضا امیرپور هستن. رضا امیرپور با شما خدافظی میکنیم. باشید تو دارم کار دارم. باشه، خدافظ شما. آقای رضا امیرپور رو تایید کردیم، تشریف آوردن. دوستانی که 140 نفری که تو لایو هستن خیلی ممنونم، اولا اینکه ما رو فعلا چیز دنبال کردید و لایو خوبی بود. انشالله هفته بعدم چیز، من آخر کامنت ها رو میخوام باز کنم، موضوعاتی که مد نظرتون هست و برای من بنویسید اینجا که بتونم در واقع موضوعات مد نظرتون داشته باشم برای هفته بعد که میخوام لایو بذارم، از اون موضوعات انتخاب بکنم. به خاطر همین اگر باشید تا آخر لایک و موضوعات رو به من بگید ممنون میشم. دوست عزیزمون که اومدن آقای رضا، آخرین نفری هستن که تو میتونستیم بپذیریم، چون 6 نفرم تو نوبتن. ای کاش که حالا بتونیم بپذیریم، ولی خب دیگه فکر میکنم همه دیگه خوابیدن. آقای رضا رو میشنویم، بعدش یه رای گیری میکنیم برای لایو هفته بعدمون، بعدم اگه تونستیم حالا یک چند نفرم باشون صحبت میکنیم. عرض ادب و احترام های دکتر، شبتون بخیر. سوالا رو من خیلی سریع بپرسم. یکی این که برای حواله و انتقال وجه به امریکا بهترین بانکی که تو ترکیه میشه کار کرد چه بانکی هستش؟ راحت و بدون دردسر. شهروند ترکیه هستید؟ بله دکتر. آکبانک. خب من ندارم، گارانتی دارم و زراعت دارم. نه گارانتی نرید، گارانتی هم داری همینجوری نگارش تا خیلی استفاده نکن، نازش کن چون میبنده سری. نه من اصلا خیلی استفاده نکنم، چون گارانتی، چون حساب حقوقی دارم و من اتفاقا از اون کلاینتایی هستم که حالا ویزای توریستی امریکا رو برای شما درخواست کردم از شما، حالا چند وقت پیشم بچه‌ش ارسال کردم خدمتتون، اپوینتمنت برای دسامبر دادم. حالا ان شاء الله خلاص که اصرار چیز میکنه گفتیم میکشیم جلوتر دیگه فکر کنم. نه آره آره آقای دکتر، چون من ایتو رو دارم دنبال میکنم قطعا با شما، البته با یکی از دوستان ترکم که اونم حالا یه فرانچایزی داره مدتیه تو امریکا و البته اون تبعید امریکاست، من از طریق اون دنبال میکردم که بعد دیگه شما ایتو رو استارت زدین کلن. البته خب من با شما خیلی مدتیه پیج خوب شما رو دنبال میکنم، ولی خب ایتو رو قبل از اینکه شما استارت بزنی من داشتم دنبال میکردم. اتفاقا حالا یک دو تا سوال دارم. حالا آک بانک گفتیم، پس اوکی فرانچایز ایشون رو ما میتونیم برای شما بخریم، ایتوتون رو ما انجام بدیم، یعنی مهم نیست که حتما فرانچایز از فرانچایزای ما باشه. آره حالا حتما همین کار، همینم تو ذهنم هست. حالا اون چون با ترکا داره کار میکنه، خودش ترکه، البته من تقریبا 20 سال ترکیه هستم دکتر، از 2002 تجارت و رفت آمد و حالا بماند خدمتتون عرض کنم، اینم تو ذهنم هست. حالا من حتما برای ویزای توریستی که انشالله زمانش برسه بیام دفتر خدمتتون حتما موضوع رو باز میکنم. اوکی آک بانک، پس من رو آک بانک یه حساب باز بکنم، این راحت ترین گزینه هستش. میفهمید چقدر هست مبلغتون میخواید بذارید با آمریکا؟ بالای 100,000 دلار. بعد با چه منظوری، با چه هدفی دارید ارسال میکنید؟ در برنامه هستش که برای همین بحث فرانچایز، خرید این فرانچایز از این دوست ترکمون باشه دیگه. دوست ترکتون مگه تو ترکیه حساب نداره؟ خب مو شرکت امریکایی قراره که فرانچایز اون فروشنده شرکت امریکاییه دیگه. اونجا به اسکرو اکانت میفرستید اگر چیز باشه، میدونید دیگه، به اسکرو اکانت باید پول حواله بزنید، بعد از اینکه من مدارک امضا شد و چیز شد، ایشون از اسکرو اکانت یعنی حساب امانی برداشت میکنه. خب همین این مسئله رو این با دوستان ترک دیگه ای که این کارو کرده نده. من خانم سهرابی هم اتفاقا گفتم این دو تا سوال داشتم، یکی این که این اسکرو اکانت واقعا
خب اونا فرانچایزا رو خیلی را به حساب شرکت زده، خب بعد وکیلی که معرفی کرده اومده ایتو رو براشون گرفته و رفته. این اسکرو اکانت آیا دکتر این مسئله ای که الان واقعا خب گوشه ذهن منم هستش، واقعا این سیف بودن و این گارانتی که به هر حال هستش، اونا خیلی راحت، من اتفاقا دو هفته پیش جلسه داشتم باش، ما همچین چیزی نداریم، من مشکل نبوده و اتفاقا نامفهوم بود. حالا وقتی که اطمینان وجود داشته باشه نیاز نیست، ولی اسکرو اکانت چیزیه که مثل تاپوتاکاس تو ترکیه است دیگه، یعنی در مقابل اسناد چطور LC مثلا در مقابل اسناد تسویه میشه، به این صورته. آمریکا خیلی سیستم قشنگ جذابی داره در این مورد که طرف این اسکرو اکانت کیه؟ بانک مرکزی، صندوق امانات تو امریکا، کاری دولت یا بانک مرکزی یا همون بانکه، در واقع لجیسلیشن آمریکاست. اوکی. که تا زمانی که این اسناد منتقل نشه طبق قرارداد اون پول نمیتونه ایشون برداشت کنه. خب آی دکتر اگر من ویزای توریستی ریجکت بخورم، من این تاثیر روی ایتو میذاره؟ نه تاثیر نداره، ایتو مقبولش با توریستی جداست کاملا. ولی احیانا اگر اتفاقا اگر توریستیتون رو ما گرفتیم، بعد ایتوتون رو یه کاری میکنیم که یعنی ایتو رو براتون انجام میدیم، تشریف میبرید اونجا، میرید اونجا برگه تغییر میدید. ولی خب خوبه که پاسپورتتون میکشه، میدونم اون داخل امریکا 40-45 روز این تغییر استاتوس. تو من دوست ترک، ما همینجوری برای ترکای دیگه بیا همکارم. نه آقای دکتر ایشون حالا مثلا خب خیلی از دوستای ترک، حالا بعدا من به خانم سهرابی پیجش میدم، اتفاقا فرانچایزه حالا جالبی هم هست، ولی خب نوش حالا بیزینسش متفاوته. anyway به هر حال اون ظرف 40-45 روز این ترکا خوب زودتر خیلی راحت‌تر این ویزای 10 ساله رو میگیرن و گرفتن و باب بوده، ظرف 40-45 روز استاتوس رو عوض میکنن. حالا آقای دکتر یه سوالی من تو ذهنم، تو این فرانچایزایی که شما در حقیقت حالا معرفی میکنین هستش، یه گپی وجود داره بین زمانی که این فرانچایز خریداری میشه تا زمانی که اون کلاینت ترانسفور میکنه، موو میکنه، میره امریکا. مدیریت و نگهداری، درآمد، هزینه در این دوره بازه گپی که این در حقیقت کلاینت نیستش در اونجا بالا سر این بیزینس، این چه اتفاقی داره براش میفته؟ اینها دو حالت داره، بعضی هاشون اونر اپریتد هستن، یعنی شما زیر 200,000 دلار سرمایه گذاری میکنید. نه بالای 200,000 دلار. اگه بالای 200,000 دلار باشه مدیر گذاشته میشه، شما از طریق داکساین مدارک امضا میکنید، مدیر رو منصوب میکنید، مدیر مدیریت میکنه، پول درآمد رو میریزه تو حساب شرکت دیگه، که بعد شما مالیات درفته میتونیم، یعنی لزومی به حضور شما در اونجا نیست تو بد بکار تا زمانی که حالا به هر حال این جا به جایی انجام بشه و بالا سر بل. بیزینس حالا بله بله. اصلا شما حضورتون اونجا نیاز نیست، میتونید تو ترکیه باشی. این الزامی که میگیم، مثلا ما میگیم 40 ساعت در هفته برای اونر اپریتد ها، یا مثلا در حد 3-4 ساعت در هفته برای کسی چیزی، اونا الزام دولتی نیست، دولت باش کار نداره، دولت نمیگه حتما باید شما بری کار کنی، میخوای برو کار کن، میخوای کار نکن. این فرانچایزرها هستن که اینو میذارن، ولی چون فرانچایزر خودش داره میفروشه، خب برای شما اقباز میکنه دیگه، مدتی که نیستی دیگه. متوجه شدین؟ متوجه شدم. بعد آقای دکتر این در صورتی که ویزا نشه، جز حالا اون 1% همیشه یک چیز قطعیت نیست، گروه فرانچایزایی که شما باشون فعالیت میکنین، اینها یه جایی توی یکی از لایوهای که امریکا بودین عنوان کردین فکر میکنم، گفتین 10% کسب میکنن بقیه. ما عمدتاً با فرانچایزرهایی کار میکنیم که دیگه بیشتر از 10% کسب نکنن، یعنی اونایی که قبول نمیکنن که اینو بیارن تو قراردادشون، ازشون خرید نمیکنیم. ما الان چون به هر حال دستمون خیلی فرانچایز هست، از طریق این شرکتی که داریم کار میکنیم، یه جورایی ما داریم براشون ناز میکنیم، یعنی الان آپشن های بای بک داریم میذاریم برای یکی از کلاینت هایی که الان داریم صحبتش رو الان انجام میدیم. 220,000 دلار داریم براش خرید انجام میدیم تو یک بیزنس چیز پراپرتی منیجمنت. بعد 20,000 دلار ارزش فرانچایزش هست، ماهی 3,000 دلار داره درآمد میده، گارانتی شده. بله. بالاتر هست، کمتر نیست. این در واقع سالی نزدیک مثلا 36,000 دلار درآمد این فرانچایز هستش. اوکی؟ ما داریم باهاشون البته یه قیمتی به ما داده، بای بک آپشن داده، گفته که شما 220,000 دلار اینو بخر، من تو قراردادت میارم، 3 سال بعد اینو 100,000 دلار ازت برمیدارم. خب با توجه به اینکه تو این 3 سال بیشتر از 120,000 دلار هم در میاره، یعنی هم 220,000 دلارش
سر جای خود بدون هیچ ضرری، و تازه پولش هم از ترکیه انتقال داده، اونجا هم دریافت میکنه، پول سپیده داخل آمریکا. خیلی خوبه دو... بدون این فرانچ این مدل فرانچایز من میکنم احتمالاً. میگم این فرانچایز این دوستان ترک من احتمالاً فراموش میکنم و حالا من میرسم خدمتتون حتما. اینو میتونیم برای شما هم کار کنیم، تو فلوریدا هستش اگر خواستید یه شعبه میتونیم برای شما انجام بدیم. یعنی فلوریدا خیلی به خاطر اون شرایط جویش و اینو مد نظر من نیست، حالا انشالله حضوراً میام. بیزنس میتونه تو فلوریدا باشه، خود شما هر جا دوست داشتید باشید، اینم هست. این کلاینتی که داریم براش اینو داریم انجام میدیم خودش کالیفرنیا هستش، یعنی داره میره کالیفرنیا. یه سوالی بپرسم، نت پروفیت بین 5 تا 7000 دلار در ماه اوریج اگر بخوایم نت پروفیت دریافت داشته باشیم اگه بیزینس، حدودا رنج قیمت بیزینس هایی که الان شما دارین مدت کار کردین چقدر اینوستمنت میخواد؟ ببین اگر 250-300 هزار دلار باشه خوبه. اونایی که ما داریم کار میکنیم برای 220 تا میبینید دیگه، الان بین 2000 تا 3000 تاست. از فرانچایز نمیشه انتظار گارانتی خیلی بالایی داشت. در شرایط کار کردن و ادورتایز کردن و کار کردن و خودتون تلاشتون میتونه بالاتر بره، ولی اتوماتد اگه بخواید بگید که آقا مثلا اتوماتیک خودش برای من درآمد ایجاد بکنه، برای همین هر 100 هزار دلار ماهی تقریبا 1000 دلار 1500 دلار دیگه اوریجی هستش که میشه ازش انتظار داشت. سوابق بیزینس ها اینا رو داره نشون میده توی فرانچایز ها. اینها به اونایی که درجه در واقع اطمینان آور نسبت به پرداختاشون قرارداداشون دارم در این حد برای کلاینت های ما رضایت بخش بوده. البته کم این مبلغ، با این مبلغ کسی نمیتونه چیز کنه. نه تو امریکا دیگه هم داشته باشه نمیتونه زندگی کنه. نه زندگی کنه، این بهونه ویزا و بهونه اینه که شما بتونی اونجا بمونی و پولت هم ارزشش رو حفظ، همون پولت رو دوباره دریافت کنی و سریع استاتوس عوض کنی. این برای این نیستش که، ولی خب یه کاری باشه که خودت هم بری روش کار کنی، طبیعتا خب بالای 7-8 هزار دلار شاید برای مثلا یه بیزنس 100 هزار دلاری بتونه به شما درآمد بده، چون یه حقوق منیجمنت هم که اونجا هستش داره از جیب شما کسب میشه. بله. وقتی شما خودت بالا سرش وایسی کار کنی در ماه اون میبره. آره. اونم بله. بذاری روی این میشه 7-8 هزار دلار دیگه. بله. دکتر دفتر تهرانتون وچ دریافت میکنن استانبول در حقیقت تحویل بدن یا ما اینو بخوایم منیجش بکنیم؟ وچ نقد منظورتونه؟ اسکناس نقد. اسکناس رو سواپ میکنیم ما اینجا، ما به مشتری ها با مشتری ها متعاطر میکنیم، ازتون میگیریم همینجا اسکناس دلار. اسکناس دلار ازتون میگیریم اینجا. این تعامل رو دارین دیگه؟ این تعامل رو دارین با بخش ارزیمون هماهنگ کنید، بگید که من دفتر تهران تو تحویل میدم، اینجا میگیرم، بعد اینو شما میخواین حواله کنیم به آمریکا این پولو. حالا این جمعیه، یه بخشی سرمایه اینجاست، من تعدادی ملک اینجا دارم، بچه نقد دارم، به هر حال ایران هستش، اینا در مجموع تمام این کارتا رو دارم کنارم میچینم این پازلا رو. حالا قطع به یقین من با شما جلسه خواهم داشت، فقط من خواهشی که دارم از شما اگر شما بتونین ویزای توریستی منو زودتر از واقعا تو کیس های قبلی از جمله خود من وقتی اپلیکیشن داشتم، مثلا برای من 11 ماه اپوینتمنت زده بودن، من ظرف 5 ماه مثلا کشیدیم جلو. اول سیستم داره راندو میده ولی بعدا میشه اینو جلوتر کشید. آره چون اون کسی که اینو داره دنبال میکنه میتونه این وقتا که خالی میشه بکشه بیاره عقب دیگه. واقعا همین کارو میکنیم دیگه، همین کارو دارم. بله بله، خیلی ممنون میشم. زنده باش. امیدوارم که از تجربیات شما قطعا بتونیم استفاده بکنیم. من میرسم خدمتتون انشالله. آی دکتر شانس ویزای من چقدره با توجه به اینکه کارمندم، سندای ملکی دارم، سند خودرو دارم و اینجا حقوق بگیرم در سیستم ترکیه؟ من به نظر من شانس تو خیلی بالاست. خودتون اقدام کردین با خانواده بودین؟ نه خودم تام فکر میکنم 100%. البته تو ویزا خیلی نمیشه اینجوری حرف زد 100% و اینا، ولی مانع مثلا شما ملک داری، کار داری، وابستگی داری، خودت بله، داری تقریبا اقدام میکنی، 6-7 ملک، سند ملک، دوتا خودرو، وضعیت شست رو فروش، بالای یک سال، بالای یک سال سابقه کار. مانعی من نمیبینم. وضعیت خود من به اندازه وضعیت شما خیلی مثبت نبود وقتی اقدام کردم. نه شما اعتبار به هر حال اصلا شرکتیتون خیلی بیشتر. من خودم مثلا حالا اعتبار شرکت، خب شما هم دارید کار میکنید، ملک دارید، اینا مهمه دیگه، ولی
من تنها چیزی که فکر میکنم به من خیلی سریعتر مثلا دادن، شاید به خاطر اینا چون سوشال مدیا اینجور چیزها رو بررسی میکنن فلان میکنن، چون اون شرکتی که باش قرارداد داشتیم، شرکتی که مثلا حالا داریم براش کار ویزا اینها باشون انجام میدیم و اینها، اونا خب دعوتنامه داده بودن، اون دعوتنامه و به اضافه این که حالا سوشال مدیامو میبینن، سایتو میبینن و میبینن مثلا از چند سال شناخته شده است طرف، مثلا اینقدر آدم میشناسنش، یه تحقیق میکنن و میرن توی دولت تو اینا اطلاعات دسترسی دارن که ما نمیدونیم، شاید اصلا جیمیل شما رو میتونن میرن نگاه میکنن دیگه. ریجن ایرانی خیلی تاثیر میذاره؟ نه اتفاقا هیچ چیزی نداره، یعنی به نظر من هیچ تأثیری نداره. شما ما این همه آدم داریم با پاسپورت ایرانی میرم ویزای آمریکا میگیرم. خب حالا به هر حال شرایط و موقعیت ها زمانم خیلی باید، حالا باید ببینیم تو 5 ماه آینده چه اتفاقی. من یکی از شرکت های همکار که باهاش صحبت میکردم، یک مجمعی با هم بودیم، میگفت من دبی رفتم اقدام کردم، البته من 3 ماهه دارم. من تراول هیستوری برزیل دارم، امارات دارم، روسیه دارم، با پاسپورت ترک ارسال. اروپا چی؟ شی نه اروپا ندارم، اما برزیل، امارات، عمان، روسیه. این خیلی چیز نیست، ولی اگر تونستید با پاس ترکتون مثلا تا زمانی که اپوینتمنتتون برسه یه مثلا یه اروپایی، البته شما دارید تنها اقدام میکنی میدونید، چون این خودش یه چیز دیگه، خب خانواده اینجا میمونن. ریجکتی از ایرانیا داشتیم تو این مدتی که اقدام کردیم؟ ما چون خودمون توی اقدام ها خیلی سخت گیری میکنیم نمیگیریم، خدا رو شکر تا الان نداشتیم. انشالله که انشالله که خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین. زنده باشید، با امید دیدار. قربان شما، با امید دیدار. شب شما خوش، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز خیلی عذرخواهی میکنم صحبت ما طولانی شد، ولی خب یه موضوعی بود که برای خیلی از دوستان احتمالاً جالب میتونست باشه. اینجا ما آقای نوید کندوری رو داریم، آقای آرمان آریا رو داریم، خانم لایا رو داریم، مجددن لعیاست احتمالاً اسمشون، ای نوح لیبه رو داریم، پیمان رو داریم، آقای گلبند رو داریم، از قبرس شمالی کار میکنم فکر میکنم، آقای حسین اثاری رو داریم و آقای نیما ریاضی رو داریم. من یه دقیقه کامنت ها رو باز میکنم که شما بتونید توی حالا این لحظات پایانی روی بحث لایو آیندهمون موضوعات پیشنهادتون رو بنویسید که بتونم انتخاب کنم از بینشون. و همین که دارید می نویسید و من دارم می بینم، دوستمون آقای نوایی رو هم دیدیم که در لایو حضور دارن، نصف شب نمی خوابه فقط کار میکنه آقای نوایی. حالا یکی از دوستان رو میپذیرم، البته عدد نپرسیدم، من همینطوری چشمی میپذیرم که تا این عددا رو داریم نگاه میکنیم. میگه هر کسی افتاد. ببینیم موضوعات رو دوستان اگر میتونن بنویسن. درخواست شهروندی با 5 سال چالش مایزی مراجع لایو بگذارید. چشم وایز که گفتید چی هست؟ یه نرم افزار انتقال وجوه بین‌المللی هست لایف. انتخابات ترکیه، انتخابات ترکیه رو انشالله توی شب سال نو یه چیزی یه لایوی میذاریم که از هر دری سخنی با شما گپ بزنیم، راجع به اون انتخابات هم صحبت می‌کنیم. کورکورمالی رو توضیح دادم، اگر برگردید داخل لایف نسخه ضبط شده رو می‌بینید. فرانچایزهای ترکیه رو داریم، بخش کسب و کارمون داره روشون کار می‌کنه، اونجا هم یه حرکت خیلی خوبی خواهیم زد، ولی خب یه مقدار زمان می‌بره. متشکرم آقای نوایی عزیز. بله اقامت دائم اقدام کنید بعد 5 سال اقامت در ترکیه؟ بله میتونید اقامت طولانی مدت اقدام کنید. احداث آموزشگاه زبان انگلیسی؟ بله موارد کریدیت کارت بانک های ترکیه اونو توضیح دادم تو لایف. دوستانی که قبول میکنم که بیان، اگر خودشون بعضیشون یا ترک کردن لایف یا نیستن، یکی دوتا دیگه هم اگر بشه میپذیرم، ولی فکر میکنم دیگه زمان هم گذشته. سید خراسانی رایناری بیرونمون کنه، آقای کلیستراولو رو میگن. فکر نمیکنم، خیلی مشخص نیست این داستان انتخابات، هنوز چیز نیست. اسکرو اکانت برای اپرو کردن افرادی که محل تولدش ایران است شرایط خاصی داره؟ نه، این اسکرو اکانت داستان دیگه ای داره، اون برای کسایی که تو آمریکا دارن سرمایه گذاری میکنن پول میفرستن، تو ترکیه نیست.
سود بانکی رو گفتیم، تو لایو هست مراجعه کنید. 8%، ولی خب بعضی بانک ها 13-14% هم دارن میدن. آقای بورس اوریجینال، خواهش میکنم شما خودتون کارتون درسته. ایندکس شده به دلار، سودش در مورد فرق به دلار یا لیر نیامده، عین دلارتون رو میده و سود لیری هم بهتون میده توی کورکورو مال. کویت ترک حساب ایندکس دارم، آیا مثل زراعت 5% مازاد میده؟ بانک های دولتی اینو میدن، بانک های بانک زراعت این رو میده و کویت ترک ممکنه نداشته باشه. یه مراجعه کنید، سوال کنید، اگر نبود میتونید ببرید منتقل کنید توی زراعت انجام بدید. وضعیت گرفتن شهروندی برای انتقال یورو اروپا، میشه از همون حساب ایش بانک استفاده کرد؟ بله بله، مقدارش مهمه. چرا؟ مبالغ خیلی بالا باشه نمیشه انتقال داد، ولی مبالغ در حد $10,000، $5,000، $20,000 اینها میتونید برید ایش بانکتون اونجا سویف بزنید. فیندکس بانک برای کسایی که شهروندی گرفتن اسم مشخصاتشون عوض شده از صفر شروع میشه، قبلیه از بین میره متأسفانه، مگر اینکه برید تو بانک اطلاعات رو آپدیت کنید. اگر آپدیت کنید میشه. اویگونلوک بلگسی اعتبارش چقدر؟ 6 ماه. مستاجر ترک از خونمون راضی تخلیه کنیم، اینا داستانش خیلی طولانیه. 9 ماه از اویگونلوک اومده ولی خبری از نتیجه نیست. بله یه خورده طولانی شده. قضایای شهروندی رفته رفته سخت‌تر داره میشه. اجازه انگشت‌نگاری هم گذاشته شده. دوستان تا جایی که میتونستم تقریبا به سوالاتتون جواب دادم. نمیدونم از این دوستانی که اینجا هستن، اونی که درخواستشو داده بنویسه کی هست، کارش واجبه، اونو دعوت کنم بیاد. اونایی که حضور دارن بنویسن توی کامنت ها که من سوالم واجبه، مهمه. یه نفر دو نفرم دعوت کنم. 7 نفر تو نوبت هستن دیگه. بعد از اون با شما خدافظی کنیم. مدت 1-2 ساعت رو همراهتون بودیم، خستتون کردیم. با 145 نفر بودیم. آقای پیمان میگن هستن، سوالشون مهمه. آقا پیمان رو میپذیریم. اول گفت دیگه چیکار کنیم بقیه. آقای شرم دستشو بلند کرد، گفت زودتر میگفتید. شما هم دعوت میکنیم. سلام دکتر. درود بر شما آقای پیمان، احوال شما خوب هستین؟ بفرمایید. قربان شما، درود بر همه دوستان. دکتر جان، من 2 ملک خریدم چند سال پیش اینجا و اون موقع قانون اینطوری بودش که بعد از 5 سال که اقامت دائما بدون وقف تمدید بشه، این اقامت تبدیل به شهروندی میشه. شهروندی نه، اقامت رو ملک. بله رو ملک خریدیم. بله 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 دکتر جان، من تا امسال اقامت من رو تمدید نکردم به خاطر اینکه من 2 ساله زدم و پاسپورتم باید بیشتر از 6 ماه تاریخ داشت. منتها سفارت ایران یه مقداری دیر اقدام کردم و این یک گپی ایجاد شده و خب 157 صحبت کردم، اینا گفتن که من باید خروج ورود بزنم و چون از روی ملک تانیش مازمالی اقدام کردم 6 ماه نمیتونم اقدام بکنم. بعد دکتر جان، فاصله و گپی که میفته تداخل ایجاد میکنه برای شهروندان در آینده؟ در از 6 ماه آره تداخل ایجاد میکنه. کاری که میتونی بکنی اینه که یه شرکت پیدا کنی، یه دونه اجازه کار برات از داخل، از یعنی ویزای کار برات اقدام کنن، از ایران بگیری اونو بچسبونی به این 5 سال. یا مثلا دانشجویی، مثلا دانشجویی هم شمرده میشه تو این داستان. درسته، یعنی یک اقامت کاری اینجا من بگیرم. اقامت کاری هم پشتبند چیز اضافه کنی، یعنی همین کارو میکنه. چون الان نمیتونی ملکی بگیری، به نظر من اقامت کاری رو بگیر، نذار که این گپ بیفته. درسته. بعد من باید خروج بزنم؟ هنوز خروج نزدم. یه از تاریخی که کیملیکم تموم شده یه 20 روزی مونده. بعد مونده هنوز 20 روز. نه تاریخ کیملیک هم تمام شده دیگه، منتها بعد از اینکه تاریخ کیملیک تمام میشه مثل اینکه 3 ماه میتونی بمونی و با نه 3 ماه نمیتونی بمونی، باید خارج بشی، وارد بشی، بعد 3 ماه میتونی بمونی. درسته. تو الان باید خارج بشی، باید شرکت تو پیدا کنی، مدارک بهت بدن، بری از سفارت ترکیه در ایران اجازه کار اقدام کنی، چون اقامت توریستی الان نداری که تبدیلش کنی به اقامت کاری. اونایی که اقامت توریستی ندارن باید برن از کشور خودشون اقدام کنن برای اقامت کاری. متوجه شدین؟ درست.
بله. این کار اگه بکنی یا دانشجویی یا دانشجویی اقدام کنی، یه ورود خروج بزن دانشجویی بگیر. دانشجویی که خیلی پرهزینه میشه، حداقل 2000 شما بودم. 5 سال تا خراب میکنی با این کارت. یه دانشگاه ارزونی چیزی دانشجویی بگیری، باز این داستان تزمین نمیره. درسته. پس بله میفرسته. یه 1000 دلار هزینه کن، 1200 دلار هزینه کن، 5 سال هدر خرابش نکن. درست میفرمایید. پس میشه، پس فرصتشو دارم هنوز. بله بله بله. خیلی لطف کردین. خیلی ممنونم ازتون. خواهش می‌کنم، شبتون بخیر. خوب شد شما رو آوردیم. خیلی واجب بود صحبتتون. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. متشکرم. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدافظ. دوستان عزیزم، اگر اجازه بدن خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت استاد هلاکویی عزیز که کاشکی بودید و راجع به این بحث‌ها و اینها به ما کمک می‌کردید. در بحث‌های ارزهای دیجیتال اینها ما جسارت کردیم، خود صحبت کردیم. توی انتقالات و این مسائل واقعا حضور شما خیلی محترم بود. دیر اومدی، زود می‌خواید برید. سعی کردیم که پاسخ دوستان رو در مورد یه سری از سوالات بانکیشون بدیم که به تبع حالا بین صحبت‌ها تو حوزه شما هم ورود غیر عمدی داشتیم که بودید. اگر خوب بود که به ما کمک بکنید. آقای درود بر شما. سلام شبتون بخیر. خیلی عوض میخوام جناب دکتر. ما اینا رو دیگه ما خارج از سازمان دوستان، اگر اونایی که خوابشون میاد برن بخوابن. مجلس خوب. تموم شده، الان داریم آخر سر داریم خدافظی ها رو میکنیم. من چون بعضی سوالاشون واجبه مینویسن، دوست دارم که حالا به هر حال از این مجلس بدون اینجوری نرن، به سوالشون برسن. میگم خدا رو شکر پایه‌گذار این لایو. ما چند وقت قبل یه کامنت من نوشتم زیر یکی از پستاتون که یکی از دوستانم جواب داد. همون مشکل خودم بود که حالا من نوشتم به خدمت شما. بعد از دریافت حالا این شهروندی ترکیه، حالا من یه تقریبا یک ماه میشه که من ملکم اونجا فروختم. حالا این مبلغ رو چون من مقیم یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستم، کویت هستم، این مبلغ رو میخوام حالا برگردونم حفظ از اونجا که فرستادم ترکیه. حالا مبلغم چون تقریبا 300-400 هزار دلار هست، من یادم میاد یک سال قبل از طریق همین آکبانک یه حواله سویفتی که فرستادم به همین حساب خودم توی کویت، اینو مثل که توی سیتی بانک به آمریکا وایس، یعنی اونجا وایساده بود. آکبانک هم حالا نمیدونم طبق قوانین بانکی خود ترکیه یه ایمیل به من داده بودن که آیا ما میتونیم مشخصات شما رو دکلیر کنیم برای اون بانک سیتی بانک. اجازه از من گرفته بودن که دکلیر کنم به سیتی بانک آمریکا، که من حالا ایمیل یکم دیر دیده بودم. من اجازه بهشون دادم، پرسیده بودن که شما نشنالیتی دیگه تون چی هست، اگه کپی چیزی دارین. دلار حواله ما همه اینا رو بودید؟ بله برای دلار زده بودم. بعد نشنالیتی دیگر رو حالا ایرانی رو دکلیر کردم براشون، کپی براشون گذاشتم، که بعد از تقریبا 3-4 هفته اینا مبلغ رو برگشتونن به حساب. حالا سوال من این بود که چون دینار کویت حواله کن الان چون مبلغی که اونجا من دریافت کردم دلار هست تو حساب گارانتی بانک من گذاشتم. شما عرض کردیم که گارانتی هم استفاده نکنیم. من چون احساس کردم آکبانک شاید فلگ گذاشته باشه، بعضی وقتا رد فلگ میذارن دیگه حالا روی اسم. ولی گارانتی سختگیرتره به نظر من. الان احتمالاً شما ایشبانک و زراعت هم دارید دیگه، از یکی از اونها زیر 90 هزار دلار اگر حواله بزنید، یعنی تو دو تا سه تا پارت ترجیحاً هم یورو یا دینار کویت بزنید. من مثلا به امارات این مسائل داشتیم با درهم حل کردیم. خب اون وقت حالا اون قانون فتکای آمریکا میگه که من دلار رو یکم سختگیرانه میکنم. حالا جدیدن سیارس یورو هم همین سختگیری‌ها رو داره کم کم انجام میده. حالا توصیه‌تون برای مبلغ بزرگ عرض کردین که من تیکه تیکه بزنم دیگه این مبلغ. توصیه من زیر 90 هزار دلار، زیر 90 هزار دلار در هر پارت زدنه، و در صورت امکان با عرض غیر دلار، حالا یورو یا عرض همون کشور مثل دینار کویت، مثل ریال عمان، درهم امارات، اگر به این کشورها میخواید بزنید چون زراعت اینا باش کار میکنن اینها. وقتی زراعت بانک، مثلا زراعت بانک ترکیه یه شعبه اینجا داره، آیا من میتونم مثلا باشون صحبت کنم که این مبلغ من اونجا بذارم؟ حالا انتقال وجه هم گفتین که دلار من نمیتونم دوباره بذارم از گارانتی ببرم زراعت، باید حالا حتما مبلغ نقد بگیرم.
میتونید بگیرید ببرید دیگه، نقدی بگیرید ببرید. بگیرم دیگه. ولی آخه جدیدنم شنیدم، عذر میخوام جواب، جدیدن شنیدم که بانک‌ها هم الان پول نقد زیاد نمیگیرن از باید با حوصله 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا بگیری، یا اینکه اگر میخوای برات مهم نیست تبدیلش بکنی به لیر، بعد لیر رو بزنی به حساب تو زرات، بعد دوباره بری اونجا دلار کنی ضرر میکنی. ولی کم اشتباهت این بودی که بردی گذاشتی گارانتی. اصلا گارانتی بانکی نیست که ایرانی ها بخوان اینجوری باشون کار کنن. اونایی هم که حساب دارن، حالا یا حساب حقوقی شونه یا یه تراکنش های کوچیک، صرفا برای اینکه حالا ترکای و قزاقش حساب میخوان، بگن آقا حساب گارانتی بزن 10000 لیرو بسازید. خیلی برای ما ایرانی ها بانک مناسبی نیست که خیلی باشون کار بکنیم. واقع این ترسی هست درش که آیا بخواد حساب بلوک بشه یا مبلغ نه، پولتون رو بهتون میدن در هر صورت، بهتون میگن اگر ببندنم حسابو، میگن پولتون رو بیاریم برداریم بریم، پولو هیچ وقت اینا بلوک نمیکنن، چیز نمیکنن. ولی آروم آروم اگه بتونی از گارانتی بکش ببرش توی یکی از بانک های دیگه، گارانتی بانکی که حسابشو داشته باش، باید صرفا تزیینی، خیلی کار نکن، خیلی دست بهش بزنی میبنده، یعنی خیلی حساسه بانکش. وقت مبلغ رو کل بکشم ببرم آک بانک وزارت، اینم به مشکل رو برمی کنم یا اونم تیکه تیکه ببرم؟ همون نقدی کشیدنت ممکنه باعث بشه که حسابتو ببندن. میدونید اگه برات مهم اون حساب حفظش بکنی، یه ضرری رو مثلا بپذیری، اینو لیرش کن بعد بزن به زراعت ببر اونجا دوباره دلارش کن، مثلا ضرر میکنی این وسط جمع. یه ضرری رو میکنی شما، ولی خب میتونی اونجا دیگه تبدیل بکنی به مثلا دینار کویت، حواله بزنی به کویت، چون تو آنلاینش فکر میکنم دینار کویت هم دارن، یا یورو مثلا، این تغییر رو حداقل داری انجام میدی. یورو آسان‌تر از داره. یورو آسان‌تر از دلاره. ارزهای کشورهای خلیج فارس هم به مراتب برای اون کشور میخوای حواله کنی بهتره. نه. وقت احتمال این که روزی از روزا این حساب بخواد توی حالا آمریکایی یا یورو اونجا بلوک بشه نیست، اگه حالا دیسکلوز کنی براشون که حالا من حالا این پول برای از خرید ملک اومده و برای چی میخواد استفاده بشه. نه، بدترین حالا ترانسفرتون ریجکت میشه، طول میکشه دیگه، یه ماه طول میکشه دوباره برگرده به حسابتون. مثلا ولی اونجا هم تو دفعه قبلی که اتفاق افتاد، باید با بانکی که داره حواله میزنه روی بانک کارگزارش صحبت کنید، بانک کارگزار انتخاب کنید که مشکل کمتر داره. کورسپوندنت بانک، کورسپوندنت بانک میشه بانک کارگزار. آره، کورسپوندنت بانکی که اینا دارن یه لیستی دارن، مثلا میگن آقا برای یورو ما مثلا برای کویت این 10 تا رو داریم، شما نگاه کن ببین اونی که کم مشکل دارتره، بانک عربیه، بانک آمریکایی نیست و چیزیست، بگو از طریق این بانک برای من بزن. درست. خیلی ممنون، شب بتونم به خیلی میخوام من خوشحال کنم که پایگزارش من بودم. حالا آخرین لایو من با شما سعادت این داشتم با تو صحبت کنم. خواهش میکنم، برای ما افتخاری بود. مرسی که بودی تا این وقت شب. سلامت باشی، شب خیلی خیر، خدا نگهدارت. دوستان خسته نباشید، میذارید ما شما رو راحت بذاریم که بخوابید. بخوایم داشت که اینا خیلی سوالات با جزئیاتی دارید میفرستید، من دوست داشتم موضوعات هفته بعد رو بگید که یه سری موضوعات رو راجع به چالش مایزین و مسائل گفتید، کردیت کارت اینا رو دوباره گفتید که صحبت کردیم، انتخابات ترکیه رو نوشته بودید که صحبت کنی، اونو من برای آخر سال راجع به انتخابات ترکیه برنامه استودیویی بنا دارم تا یوتیوب باشه، اگر بشه توی اینستاگرام هم لایو دوباره پخشش میکنیم. برای آخر سال نوروز خودمون میشیم با هم یه گپی میزنیم، انتخابات هم اونجا خیلی خوب صحبت میکنیم، چون هنوز الان داره شفافیت ها داره انجام میشه، نام نتایجش مشخص بشه، یه تحلیل درست حسابی بتونیم انجام بدیم، ببینیم که قیمت ملک بعد از انتخابات چجوری میشه یا وضعیت شهروندی ها چجوری میشه و درجه حالا احتمال این که کدوم حزب رای بیاره، اینا رو هم یه مقداری بریم جلوتر شفافیت بیشتری پیدا میشه، چون نظرسنجی هایی که انجام شده هر حزبی که از این 6 تا حزبی که بوده جدا جدا نظرسنجی کرده برای خودش، محبوبیت خودش رو در مقابل حزب آکپارتی سنجیده، حالا که اینا اومدن یک کاندیدای واحد رو کاندیدا کردن، نظرسنجی جدیدی نیستش که بگی که این کاندیدایی که مشخص شده در مقابل اردوغان چقدر در واقع محبوبیت داره، به خاطر همین یه مقداری از این داستان برگرده و آخر سال نوروز خودمون به قول خانم میترا اسدیان که اینجا نوشتم برسه، شفافیت ها بهتر میشه و من میتونم چیزتر به شما دقیقتر اطلاعات بدم.
ممنون که با ما همراه بودید. موضوعاتی هم که حالا نوشتید رو من مد نظر دارم، برای هفته بعد سعی میکنم که یکی از این موضوعات رو انتخاب کنیم. تو پیجمون باشید، تحمل کردید ما رو به مدت 2-3 ساعت. تا دقایق دیگه نسخه سیو شده میاد روی پیج. اونایی که خوابشون نمیاد میتونن یه بار دیگه از اول بشینن نگاه کنن. خیلی متشکرم که با من همراهی کردید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خداحافظ.